سلام دوستای عزیزم، شفیع عیار هستم. امروز 9 مارچ سال 2019 میلادی است و مبازم در یک برنامه زنده در خدمت شما قرار دارم. یکان دفعه پیش از اینکه برنامه مشروع کنم یک چیز در استیدیو اتفاق گفته که او ادامه میده خنده من، ولی برحال شما را با مشاهده برنامه زنده خوش آمد میگم. امیدوار هستم که یک میزبان خوب باشم برای نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما. یک چیز مهمه که در این برنامه امروز میخواهیم شما نظراتتان پیشکش کنین است که حمله بر مصلی مزاری درس پیش به نظر شما توسط کی انجام یافته و البته اوضاع افغانستان هیچ کدام بهبود نیافته و به اونمو حالت ناهنجار خود در حرکت است. آقای غنی با امی شیوه تروریستی خود پیش میبره اموره و امیدواری داره که باز هم رئیس جمهور مملکت شد. این دفعه تا بر رقبای پشتون خودم رحم نکرده و آقای اتمر و کرزای هم هدف عملیات آوان قرار داده بود. برای دو سایزم شما میتونین که زنگ بزنین، برنامه امروز ما را شروع میکنیم. دو سایزم بفرمایین روی خط هستین. دو سایزم باشین که بلند کنم صدا را. روی خط هستین، دو سایزم بفرمایین. بله ها، دو سایزم شفیع عیار هستم، بفرمایین خدا معرفی کنین. بسیار خوب، خوشحال هستم. من زنگ زدم از خاطر زیاد علاقه دارم که به این سازمان هست که سب نام کنید در سازمان بسیار خوب مقصد در سازمان را به شرکت کنم هستید. شما من از این خاطر گفتم که من سواد درست کسانی ندارم که سجه نشناه یا آقای میسکینیار، اما ما که بخیر در جرمنی آمدیم امرای شما میتونیم گپ بزنیم. ما خودم شخصا پیسه شما را سرمایه گذاری نمی کنم از هیچ کسه، اما ما میتونم به شما یک مشوره بتم که چی رقم سرمایه گذاری کنین پیسه تانه که از او یک منفعت خوب بدست برین. مثلا این دوستای ما که در فرانکفورت امی کنفرانس ما را اسپانسر شده، اینا کساییست که یک بزنس دارن و ماهانه از معاهد بزنس خود مایه $7,000 در افغانستان کمک میکنن که بعدا من نامشان رو میگیرم. همون دوستای دیگه ما، اگر ما بتانم که به شما یک مشوره بتم که شما در عین زمان که از پیسه خود میتونین استفاده کنین به خوبی بتانین مصدر یک خدمت به افغانستان هم شین، ما به شما این کار میتونم بکنم. و در قسمت از این که گفتین که من از سواد ما در سطح خواندن و نوشتن اصلا قلب پاک و هوشیاری به سواد نوشتن و خواندن بسیار تاثیر نداره. بسیاری نفر هست که بسیار سواد دارن اما با در بخور نیستن، همین کل چیزهای یادشان رفته و بسیاری کسایی هست که هیچ سواد نداره ولی چشمشان در گیریانه. هر روز در میزامت هستن که برای افغانستان یک کمک کنن. ما سپاس میکنم دوست عزیزم در کنفرانس ما. شما این کار رو میتونین و ما شما را در جریان میگذارم. شما میتونین که در چی باشین امرایم، در کنفرانس ما در فرانکفورت یا در کسل و خیلی نزدیکترین به شماست، و دیگه ای که یک کنفرانس در چام میداشته باشیم در اتریش، هر کدامش که به شما نزدیک بود
شما میتونید و اشتراک کنید و با همین نمرایی که ماندیم در همین برنامه که خورده امروز هم ماندیم سه نمره دوام میتونید تماس بگیرید. نمره شما بده، اما شما یک کمک کنین که در اموجه یک تماس بگیرین، برای یکی از اموز نمرهی که مانده تماس بگیرین، ثبت نام کنین و بگوین که چی کمک کده میتونین. در کجا مانده نمرهی کنین؟ امی پیشتر من یک برنامه کشتم و در امی برنامه که بعد از یام میکشم، شما میتونین که در اینا امون نمره را ببینین، اونمون نمره را من میمونم، در اونمون نمره زنگ بزنین. ما بسیار خوش شدم دوست هستم. تشکر دوست هستم. با امان خدا. بسیار ببخشید دوست هستم. ما می سلفونم پایین کنم صدایش که باز دوست عزیزم که همیال در لاینم زنگ زدین در برنامه لایف هم هستم. اگر چیز هست در مورد برنامه لایف شما میتونین در وجه حساب بگیرین یا میتونین که بعد از برنامه ما شما تماس میگیرین. دوست عزیز شما میتونین که زنگ بزنین برنامه رو با دوستاتون شریک کنین. روی خط هستین دوست عزیزم، بفرمایید خدا معرفی کنین. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ خدا معرفی کنین. اسمم شفیع ایار هست. بسیار خوب، خوشحال هستم، بفرمایید. بله، من میخواهم که درباره برنامه 610 اظهار نظر کنم. 610 در چه مورد بود برنامه 610؟ من به موارد مختلف بوده. خب، بفرمایید. بله. بفرمایید. خب، بسیار خوب. شما مشتر بودید که امریکا شما میتونید که امریکا رو باید مورد خود برای خود بسازید. چی بسازیم امریکا؟ شما مستقید امریکا رو چی؟ امریکا رو گفتین چی بسازیم ما گفتیم؟ گفتیم یک اولگوی خود برای خود بسازیم. امریکا رو؟ امریکا رو نشت برین، نشت برین از دوای من. بسیار خوب، ادامه بتیم. خب بسیار خوب. آقای ایار، شما طرفداری از یک کشوری برگوی که تاریخی با خاک خون ممالک بیدفاع باشد دفاع میکنید و اندیکانی ها از نا و روز خواب با آرنج خواب در خون انسان های بیدونه را کردن. بسیار خوب. ویلیام شما آرنج خواب بسیار میدون ویلیام بیل میگوید که اندیکا باید 55 کشور جهان را برای 55 کشور جهان امنا باید خود دفع نمیده. شما همین جمله را که ما گفتیم باشه نام که شما این لطف کردیم که درباره برنامه چرا یکان دفعه احتمال داره که شما او جمله را که ما گفتیم نگوین، اما این ما میکشم برنامه 610 در کدام دقیقش است همو گفت؟ نه، این را در برنامه خبیر هم گفتیم، در برنامه 201 هم گفتیم. نه، در 201 شما ایت یک کار کنین، خب؟ یک کار کنین؟ اما در برنامه 201 هم گفتیم، ما اندیکار باید اگر ما گفتیم، اگر ما بسیار ما در امریکا چیز هستیم؟ ما در امریکا باید اگر ما من در امریکا باید گرایگر هستیم. خب یک دقیقه دوست هستیم ما اگر شما در برنامه هایم ببینیم ما میگم که اینمی وحشتی که در افغانستان آمده در واقع در سایس انگلیس هست. امریکا میال معادن مملکت ما را چور مندازه، مملکت ما به بزرگترین مزرعه تریاک دنیا تبدیل شده توسط از اینا. یک طرف از این قضیه است. طرف دیگه که امریکا را از دید خود امریکا اگر ببینیم، امریکا یک بهشت است. اگر خودت منم میفهم در کجا زندگی میکنی، اگر در امریکا به قانون است، مسئولیت است، سعی کن باشه. نه اینه، ما در امریکا زندگی میکنم، گپ ما زد امریکا است، اما تا امروز یک کس نامده که از گوش ما بگیره که تو چرا اینم یه گپ میزنی تو عقل نداری. یعنی اینی آزادی بیان از در امریکا
در اینمی مملکت دوا درمان اینمی افغانای ما میاد اینمی جا هیچ کار نکردن، اما اینمی جا اگر بسن تقاعد برابر میشه تقاعدی میتش، اگر برای کمک اولادش مکتب میره در اینمی هم میخواد باشم. نه اگر من اجازه نتیم ما شما را قطع میکنم اگر اجازه نتیم. خب این وطن هستم، شما باید یک چیز یاد بگیرین وقتی گپ میزنین، گپتان در گوشتان در گپ ما باشه سای که هموطن هستم. وقتی که ما میگیم که امریکا بد از بدی خود داره، وقتی که ما میگیم امریکا خوب هم از خوبی خود داره، از چی نگاه، از کدام طرف؟ سو از اینی خاطر ما باید که ببینیم که ما اونجا چی گفتیم و شکل مشخص. امریکا یک بهشت برای این اونمو جوه شیر و جوه اصل و اونمو هر چیزی که برای تو عادت داده شده امریکا است. از طرف دیگه امریکا برای خوب نگه داشتن زندگی مردم در امریکا هر کار را میکنه، کارهای غلط هم میکنه، مملکت ما هم یاد چور میفته. اینا یک دفعه یک نفر میتونه بیایه که آقا ایار تو خود گفتی که امریکا چور میندازه، خیلی چی تو میتونی بگویی که امریکا بهشت برینه؟ نه، تو باید مشخصا ببینی که ما چی گفتیم. از اینی خاطر دوست عزیزم اگر که در آینده گم میزنین شما ما وقت میتونم منطقه آمده که یک طرفه برین که مرا وقت بتی و مرا وقت بتی بازیون دیگه دوستای ما را مشکرنم. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایید. فروتن؟ فروتن. آه بیادم نمه، بفرمایید. همی خرید فروتن در فیسبوک ها درد نیست میرن. خب R-O-U-T-A-A. خب بسیار خوب، چی در موردشان؟ ما گفت بیسار اگادن در خوب است، یک اگان وقت مثال در پروگرام ها که من اگان شد خودش گفایش حالت است، ما در بیسار اگادن کامپیتر دفعه از این وقت بگفت که در اگان دفعه اتون افراد شما اگر دفعه ایشان اعلان کنیم که یا مشروع کنیم که در اینده بازی هم که شما اگر وقت چی نگه پنشون داریم که بازی ها جایی کنه بیگرتون افراد. یعنی میگیم که ما خود کشته حساب کنم یارا پیش روی بیارم. نه من فهمیدم گپ شما را. یعنی ما میخواییم که شما میخواییم که ما هموطنهای دیگه خودم آیستا آیستا در خط اول بریم بدون شکی کار میشه. ما هموطنهای خود خوش داریم هموطنهای زما را که در خط اول بیاین، کسایی که هوشیارتر هستن، کسایی که با جرأت هستن، کسایی که میخواین کار بکنن، اینا را ما بسیار به خوبی میخواییم. و ولی ما در قسمت آقای فروتن هیچ کدام معلومات ندارم. امیدوارستم که اگر اونا پشتان سر ما کار نشن، همی زندگی و کار ما همونقدر زیاد است که بسیار به سختی میتونم که دیگه دوستا را ببینم. اما حتمی حالا که شما گفتین در یک فرصت ما آقای فروتن را میبینم. اینجا من گفتم اگر که در سازمان ها در اینجا کسیان آلندی داشته باشن میتونه که باید در دیدن تنده در آلند در سازمان کامله؟ کاملا، ما در امستردام با فکر میکنم تاریخ 4-5 یا 5-6 هستم. تمام دوستا در روز شنبهش تمام دوستا میتونه شا کنه. در روز یک شنبهش بازمو یک کنفرانس آخری ما در اروپا میباشه. میتونیم که دو باز تنها دوستای ما که در سازمان ها در کنفرانس های مختلف ما بوده و میخواییم که دو جای سر بگیرن، باز میتونن که سر بگیرن. اگر آخر من گفت نگرش ها را ایده شما یک مردم در سازمان ها که ما یه پنج پنج دفعه یا در دفعه پر در دیگه یکی کدام گرد شد در این مردم خود در سازمان ها بس که باز معمول افراد هم کمک کنه. بخاطر از این پنج دفعه در سر میگه ما مهاجر ترکی بودیم در این گفتم که ما پنج پنج دفعه مایه من دادیم کنمتر پرابلم پیدا کنم باز ما را کمک میکنیم چون در چند سال پیش این یکی بچه اوان در اشتر پاکن بیس سال در بودن سه نفر میز در اشتر و زد یا که در موتر کشتن با
سمین با پیسه نان نجر را باشیم بازمی سرکار شاره مریضو ما را کمک کردن مطمئن که از بچه داریم در پیر کمک میتونیم مردم نکره پرابلم به ما بسیم در کار از ما بکنیم ما خود ما انوزه تصمیم نداریم که ما چند اقلوزیت برای سازمان می باشه. ما خودم کدام علاقه‌مندی شخصی و این مسائل ندارم، اما دوستای ما در سازمان ها باید تصمیم بگیرن که اگر اقلوزیت می گیرن چی رقمی بگیرن، چقدر مردم کمک کنن. ما حتی سفرهای شخصی خود عالمی کنفرانس که ما دارم تکتای ما کنگیش از پیسه خودم خریده میشه. به خاطر ما نمی خواهیم که آیسته آیسته در مخوری عادت کنم که تکت خود سریعکی بخرم، یک کار خود سریعکی دیگر، بوتاکس خود سریعکی، موی ساختگی خود سریعکی. بازی یک اخلاق خراب میتونه که برم بدم و خودم کار میکنم. اما هموطنهای عزیز دیگه خودم میمانم که کسای کلگی تماممندی پولی را ندارن، که مثلا ما یک گروپ ده نفری در سفر میباشه، اینا برای 3 هفته از کار خود پس میمانن و در این زمان باید مصارف خودم. از این خاطر ما از دوستان میخواییم که در این قسمت کمک کنن و میکنن. اما می کنفرانس های ما که تعال شده کلگیش دوستای دیگه ما در اون منطقه فیصل دادن و حصه گرفتن، اما هنوزه این مسئله را ما هیچ مدنظر نداریم که برای دیگر ها کمک کنیم، باز فیصل جمع کنیم با اینا. اینا افغان هایی که در اون منطقه است اگر یک حادثه میشه اینا میتونن که در ویسه بگیرن. ما بسیار خوش شدم دوستای زم و دوستای زم. اگر شما در مورد حمله بر مصلی مزاری نظرات دارین مطرح کنین. شما میخواین که ما باید گپ بزنم که در یاد سچ شد، شما میتونین نسه بگیرین. مثلا یک آقا میگه آقا ایار در این قسمت باید گپ بزنین، اینی را باید تشریح کنین، شما هم زنگ بزنین و چی کنین، معلوماتتان را نظرتان را در این موارد شریک بسازین. Two. بله. خب دوست عزیزم لاین دوباره باز است، ببخشید در قسمت آخر چی شما را گرفتم. خب بله. دوست عزیز ما را از فیسبوک میگیرم، آقای همکار از فیسبوک میگیرم. بله سلام علیکم آقای عرش. همکار عزیز سلام عرض میکنم، خوشحال هستم که شما در خط هستین. تشکر. یک شکم تلویزیون رو پخش کنم که صدای خود باز نشنم دوباره. شب خوش و روز خوش برای شما و بیننده‌های عزیزتان میخوام. برای ما روز است و روز خوب است و برای کسایی که در جان پنجور باشه، هم با چلای بکنم کسایی که صدای من رو میشنون، سلام های رو میشنون، سلام شما و جانجوری شما آرزو میکنم. ایار عزیز زنگ زدم غرض از مزاحمت ای بود که خواهش یک برنامه تان که برنامه لایف نبود در فیسبوک مانده بودیم. بله او رو دیدم، همیشه علاقه من برنامه تان هستم، خوشم میاد بسیار زیاد صدای تان بشنم، یعنی یک صدای رسای مردم افغانستان هستین شما. تشکر، لطف میکنین که تمام واقعات زندگی مردم افغانستان پا گوش عام و خاص مردم ما میرسانیم. در اون برنامه یکانه چیزی که دوست هستم گرامن بخاطر عزیزتم که یعنی من شما را لالا ایار صدا میکنم، در این دوستا و رفیق های لالا ایار میگم میزنه. بله دیگه این هم شام دیگه برنامه لایف لالا ایار هست. گفتم باش که چگر بزنم یک سوال بسیار جالب که یعنی خب خیلی از با که مردم افغانستان بشنون، در حالی که ما شما هیچ مخالفت با همدیگر نداریم، دوست هستیم کل ما شما، افتخاری که دیگه هستیم که هم تو قلبا به هم نزدیک است که من صدای عیار رو میشنوم، عیار گپاش گوش میکنم. شما از
کسای دی ویدیو ای تام که دی یوتیوب دی فیسبوک من نودین مثل جناب اتمر و کرزی و آقای مزاری و اینا و خیر بحث مزاری را خداوند جنتا را جاش دیسه بشه یک آدم است که او در بین ما نیست فعال کرده رفته که ما شما زندگی نداره ولی این زندایی که هستن خائنا و وطن فروش هایی که اگر یادتون باشه جنبش روشنایی زمانی که یعنی ده ها وطن ما شهید شده اونجا بله کل ما شما به یک صدا و به یک زبان میگفتیم که اتمر این کار کرده بله این کار مشاور امنیت ملی است و یعنی اتمر و این دیگه شیر از یعنیش چی نام داره به خدا به نامش یادم باشه از دست که بدیم یه غنی سلی سلام بله بله سلی سلام بله غنی سلی سلام و اتمر اینا گفتیم که جنبش روشنایی را انفجار دادن و مردم را بله. رنگ بردن اینجا خب بس از یام تیر میشیم جالب است که شما در برنامه تا امشب یک کمک و طرفداری از اتمر کردیم در حالی که من با خدا برتان قسم میخورم که 3 سال پیش یا 2 سال پیش بود 2 سال پیش من در فیسبوکم نوشته کردم و تو یک گوشزد کردم با امتنایم که رئیس جمهور آینده افغانستان عنیف احمد است بخاطر است که اینا نوبت دارن و نوبت دارن سلسله به سلسله دست به دست میکنن ایره بخاطر است که نه تو تاجیک جای میتر نه ما ازبک جای میتر نه او از زاری بیچاره جای میتر اینا یک قسم نوبت دارن دیگه که باید قدرت به رقم نیه به رقم یا به دشمنی یا به دوستی دست به دست تحویل یکی دیگه شوه و عنیف ادمر یعنی ما از مردم افغانستان عزیزم هیچ وقت بود نمی کنم من یک بدن نیستم کس کس بترسم و از این واقع خودم میگو که ما و عنیف ادمر یعنی ما کارمند ارگان خواهد سابق دکتر نجیب بودم و عنیف ادمر هم بله عنیف ادمر هم در اون ارگان کار میکرد یعنی یک خادیست سابق هست بله من نمیفهم راست شد بگویم دروغ نمیکنم گردن خود بسته نمیکنم که عنیف ادمر چقدر پاک است یا چقدر خائن است بله زیاد معلومات ندارم دوباره خب اجازه بدهید که یک تفسیر ما گپ شما را فهمیدم بسیار ببخشید که چون دیگه دوستا باز سوال ما شما بگویم که ما در افغانستان حق انتخاب بین خوب و خوبتر و خوبترین نداریم متاسفانه برای سالهای دراز دیگه بین بد بدتر و بدترین تلاش باید کنیم که غلبه کنیم که اگر شب بد باشه نسبت به بدترین در طول همین 4 سال ما پیهم یا ما بگویم که ما نفر اول بودم که آمدم و گفتم که حکومت افغانستان در عملیات های انتحاری نه تنهای صدا را بلکه رهبری میکنه اما یک چیز مشکوک بوده مخشوش بودن است که کی واقعا در اینجا بسیار در این مسئله دقیق قصه داره یا عمیق قصه داره من فکر میکنم که با اینمی عمله بر مسئله مزاری احتمالا که ما نزدیکتر به این میشیم که بفهمیم که پشتی عوادس انتحاری و تروریستی کی بوده آیا غنی آیا اتمر آیا کرزی چرا در زمان کرزی مکه از مردم ترور شده؟ شاید اون تاجیکای خود ما شده در زمان خودشان شاید اما سعی کنین در اینجا باید ما سعی میکنم که در اینمی عملیات که شده بود اولی که ساختگی بود یا اصلی یا اصلی بود چرا که امی آوان اینا که زده میرفتن نزدیکتر ساخته میرفتنش چون امی کسایی که آوان استفاده میکنه یا میگن که برای ازی که در امون نقطه خاص بزنی یک دو سه دفعه که فایر میکنن باز نزدیکتر شده میره و در ایجا آقای پدرام مثلا زخمی شد کم یکی آده دیگر زخمی شد کشتر شد اینا اگر یک کمک دیگر پیش میرفت چانس کشتن خود کرزی در ایجا بود و خود اتمر یعنی ساختگی و ساتری نبود که اگر اون تو بود باز ما تو فکر میکنیم که شاید حتی خود کرزی حتی خود امی آقای اتمر امی کار را کده باشه که امی شک با وجود داره چانس کشتن شدن اتمر و کرزی دهی بود مثل از ایش چانس کشتن شدن محقق و ولی مسعود کن و کل از یار رقیبای کی هستن؟ اشرف غنی یعنی ما از روی ازی البته تا نیست که 100% بگیم از روی ازی ما اتر نتیجه میگیریم که احتمال زیاد داره که غنی شخصاً
در رهبری عملیات های تروریستی استداش و چنانچه غنی کسی بود که در انتخابات گذشته گفت که ما مدارس از پاکستان در افغانستان میاریم کاور، ما تمام زندانی ها رو اعلام میکنیم که اعلام داد عملیات های طالبا با مراتب زیادتر شد. چی را آورد؟ اینا جزء از خیانت های ملیشان است که کاملا اینال از اینی خاطر است که ما فکر میکنم که ما آل انگشت خود زیادتر میتونیم طرف غنی ببریم نسبت به این که انوز هم بسیار شک داشته باشیم که در این حادثه اتمه را کرزه کل شامسه داشت. ما فکر میکنم که ما البته یک کم دفاع نکردم از آقای اتمه، اما این سیاه باش میکنم شما دفاع نکردیم، شما صرف یک یادآوری کردیم، یعنی به نفع آقای اتمه تمام میشه، به نفع آقای پدرام، به نفع آقای ولی، به نفع تمام کسایی که بر علیه غنی تمام میشه. اما بر شما میتونم گفته که آل اینمی عمله انتحاری میتونه ما را یک قدم نزدیکتر بسازه با این که عملیات های تروریستی توسط آقای غنی صورت میگیره نسبت به این که عتمه رو استان میزه. اول نوکری میکنن با پاکستان کله. اول باید پول و پیسه میگیرن، مردم خود از بین میبرن، باز از اون که یک کمه باری دیدن که والا برای ترازو پایین شده، باز اون وقت اینا انسان میشن. شما خودتان خوب دقیق میخوام میشناسید کاملا این کلشان در این جنایات سر داشتن، اما ما سر یک بخش خاص از این جنایت ای به این معنی نیست که آقای عتمر یا کرزی با این پولیسی های سال با تاله کاملا با این بدبختی هایی که در کشور آوردن چی هستن سهی هست براعت میگیره، نه، بلکه تنها یکی که این می عملیات های تروریستی را و قتل و کشتار رهبرا را که آدم های کلان را آدم های فامیده را سرکوب احتجاجات مردم این میره کی با عهده داره به شکل مشخص. ما فکر میکنم با این می عمله بر مسئله مزاری نشان داده میشه که آقای غنیست و ای که کیها باش همکاری میکنن و هنوزه با درستی چی نیسته با درستی مردم، یعنی سر نخ هنوز پیدا نکنیم که ایده کجاست. ما بسیار سخت است که ما شما به اون نتیجه برسیم، اما ما فکر میکنم که حداقل یک تعداد نفرها رو میتونیم غلبل کنیم پس کنیم که اینی نفرها به احتمال اغلب در اینی میسه نداره. اما آقای اتمر بر شما اگر بزنم خوب صحیح میفهمد که کیها در این چهار سال در این ترورها دست داشت و آقای اتمر یک کس است که اگر سرگب بیایه، یعنی یک توتی است که اگر گپ یاد بگیره و سرگب بیایه بسیار گپ هاست که میتونه بگویه و امیدوار هستم که آقای اتمر این کار کنه. بله ما بسیار خوش شدم با سازیم اما که دیدانستم وقتان نمیرم. شب روزتان خوش دوستای عزیز، دیگه منتظر دوستان هستم که اینا هم گپ بزنن. دوست عزیزم روی خط هستین، بفرمایید. روی خط هستین دوست عزیزم. ایار عزیز سلام خدمت شما. سلام دوست عزیزم، سلام به شما. بفرمایید دوست عزیزم. تشکر دوست عزیزم. یعنی صدا خوب بود، منتها یک مشکل بود که نمیفهم از چی استفاده میکردین، صدا به درستی نمیامد. یعنی ما نفهمیدم که اشعار که در اینجا خوانده شد چی بود، اما صدای زیبا بود. دفعه دیگه شما میتونین که با یک سیستم دیگه زنگ بزنین که بفهمین.
روی خط هستین دوست عزیزم بفرمایید. بله سلام علیکم شبه ایار عزیز. سلام دوست عزیزم. سلامتان بخیر. تمام احترامات به تمام دوستا و بینندگان. بسیار تشکر. سلام با شما دوست عزیزم. تشکر. اما نظاره هستم از کشور فرانسه یک دفعه در واقع اقام خود بودیم از زمان مدت یک در فرانسه و دوی ملی فرانسه و دیفعی شد بسیار خوب که در کشور فرانسه هستم یک تن از خدمت گزارای خواهر مخد هستیم و نمایده جبه مقاومت از جندانت علیپور. شما چند وقت پیش از چی کتم تماس نگرفتین از ایران؟ از ایران نخیر امشب خوشبخت را بسیار جای خوشی هسته که با شما با تماس شدیم. تشکر. صدای شما را دیدیم و برم در برنامه زنده شما پیش شماره شما زیاد میگشتیم و درست ما در مصافه شما وسیط کرده بودم متاسفانه که وقت نشد اما امشب که با شما هم صحبت شدیم بسیار جای افتخار است. تشکر. برای ما هم افتخار است. آقای امان بفرمایید دوست عزیزم. تشکر. عیار عزیز امرو خیلی که شما میگین که مسئله امشب به خاطر رهبر شهید عدالت خواهی قوم مردم مظلوم بیچاره افغانستان که شما گرفتن واقعا جهان زیباست از این برنامه شما اصلی عدد شما سرمی هست که مثلا چرا در مسئله رهبر شهید به چی خاطر یا به چی دلیلی املاعات شدن این قضیه هست که از متاسفانه در چشم مردم خواب دادن است یا چشم مردم را کور کردن است اینا که هستن در قوامایی که واقعا آزاد باشن دوستایی که واقعا آزاد باشن اونا باید درد کنند باید بفهمند از هر قوامی از هر مردمی که هستن ما مخالف هیچ قوامی نبودیم مخالف هیچ مردمی نیستیم نبودیم در طول تاریخ مردم ما با سربلندی با سرفرازی با غلی واس با محبت با برادری بله. چون که رهبر شهید عبدالعلی مزاری بارهای بارها تکرار کرده بود که ما با برادری میتونیم مشکل همدیگر را حل کنیم کاملا هیچ وقت نخواسته بود که با دشمنی یا با زور یا با دست و پنجه نرم کردن با مردمی یا با قومی بخواهد که بعضی مشکلات را حل کنند اینی که سر مراسم رهبر شهید حمله شدن اینا که هستن مثل که ما البته تا جایی که اطلاعات دارم یا تا جایی که بودیم همه قراراتی کل از این موضوعات برمیگرده به قرارات امنیتی بین افغانستان و امریکا بله آقای اشرف غنی کاری کردن که امروز متاسفانه در افغانستان هر قومی یا هر رهبری پشتی ازی که برای مردم مظلوم بیچاره خدمت زیاد کنن اونا کلن پشتی امتیاز طلبی میگردن جای تاسف هستن واقعا جای تاسف هست که هیچ منافع مردم مظلوم بیچاره افغانستان نیست از هر قومی که باشد اما متاسفانه واقع حال از این مردمی که همی گفار نادیده پشت قوم و پشت سمت و پشت مردم خود میروند یا پشت کلمان خود میگردن میروند اونا هستن و منافع مردم نیستن اونا با منافع شخصی خود کار میکنن بله امور هم که آقای غنی پیمان امنیتی را که با امریکا اینجا کرده بود بسیار در موضوعات بیشترش نمیرم اما همه تا خلاص با تمام بیننده ها و شما و دوزاور همه قدر میفهمم همه قدر درد دارم همه قدر ما اطلاعی دقیق دارم بله که آقای اشرف غنی اینجا امتیاز داد وقتی که اینجا را با امریکا کرد گفتی ما اینجا فرمی پیمان امنیتی را میکنم به صورتی که در افغانستان قدرت، امنیت، تمام چیز مربوط به پشتون بگردن یعنی طرف یک قوم شدن امروز متاسفانه تمام کوشش آقای غنی تمام کوشش از حکومت فاشیستی که امروز درگ نشستن به عنوان رئیس جمهور یا به عنوان یک کشور وحدت ملی کجا از وحدت ملی از اینا؟ اینا میخواین که جنگ را انتقال بدن اینا میخواین مردم های بیچاره و مظلوم و قربانی قرار بدن کاملا آقای غنی بسیار بخشین گفتانه گرفتن در 18 سال گذشته بیلیون ها دلار گرفت و تمامش برای اینمی عملیات که این بامی منتهی شده
که بر مسئله مزاری هم نکردن تمام پلانای جنمی بود. اما دفعه اول است که اینا قوم خودم یعنی پشتون قندهاری را پشتون لغمانی را میخواهند که بکشن از خاطر از اینکه در رقابتشان قرار گرفته تا حال ما و شما را میکشن و بر سالا ما نمیفهمیدیم، ما فکر میکردیم که اینا سلم میارن. یعنی این دفعه اینا حمله کردن در سر خود پشتون قندهاری که کرزه است، پشتون لغمانی که اطمره، به خاطر از اینکه رقابت برای از اینکه قدرت اینا برای خود نگاه کنه. اینمی آقای غنی حال حاضر است که رهبرای پشتون هم بکشه و از این خاطر است که ما یک چانس خوب داریم که هموطنهای خود یک جای بسازیم. و گپی که آقای مزاری میزد مهمترین گپش در زمانی که در کابل حزب وحدت در محاصره بود، از چهار طرف مورد حمله میشد یا پاکستان میخواست که ایره به نوکری خود جلب بکنه، اینمی آقای حقانی اون یک که دیگر راهی کرده بود، ای در امو جرده اونمو زیر فشار آقای مزاری گفت که تا زمانی که راه حل ما در افغانستان پیدا نکنیم و عملی نسازیم در کشورهای خارجی ما مشکل مملکت خود حل نمیتونیم. و این بزرگترین چیز است که آقای مزاری گفته بود و باید که با خط زرین در افغانستان نوشته شود و واقعا راه پیدا کردن راه حل در افغانستان در خود افغانستان صورت میگیره، توسط خود افغان صورت میگیره و افغانی که دلش میسوزه و خود نفروخته. ما خوشحال شدیم دوست عزیز. دقیقا ایار عزیز همی گفت در این روز هر کسی هر قومی که در شکست قومی باشه در افغانستان کور بانده هیچ کسی را از دو کشور هیچ کسی را خارج کرده نمیتونه. اما امروز ما با شرایطی که آقای پسرا واقعا اول از تصدیل میگم برای نوادارایشان چی برشان که زخمی شدن واقعا جای تأثیر برشان یعنی میتونیم بگیم که نصیب غنی باشه. تا حال ما شما میگیم نصیب دشمن باشه، از این با در کس که مریض بود میگیم نصیب اشرف غنی باشه. دقیقا کل مردمی مظلومی بیچاره افغانستان درد بکشه. خدا شاید تا ایار عزیز ما مدتی 10 سال دوزی ملی افغانستان وزیفه بیرا کریم از تمام ولایت های افغانستان از تمام خانه های قریه های و بلوسوالی های افغانستان خبر داریم. همین روز تمام متاسفانه تمام کشته و شهیدی خانه شان در میگره، مکتب شان در میگره، از همین مردم مظلوم بیچاره پشتون هستن. خدا اگر همون قدر که از این مردم با تلفات میرسه از او قدر که از این مردم خانه هایشان میسته، طرف هایشان خراب میشن، امکانات برشان میسته، خدا شاید از جای تعصب هستن برای زنا. اما بازم هم یک مثال بود، یک از عسکرهای اردوی ملی بود از پکتیا بود، او میگفت که یک پسر کرد بسیار اکنت تاریخی میزد، میگفت که ما مردم کردیم همی خواب پشتون، میگو به این خاطر که میگو ما اول باشیم، میگو تا تمام چیز خود پیر هستیم به خاطر که ما اول باشیم. کاش که امی احساس در وطن پشتون ما بخصوص امی کسایی که غنی را پشتیبانی میکنن امی احساس هم میداشتن که وطن ما اول باشه که ما هم امی نوکر از یام بشتیم. ولی برای دوست از این ما میرم دکرها را میگیرم، بسیار خوشحال شدم. روی خط هستیم دوست از این. سلام آقای شفیع ایار، امیدوار هستم خوب باشین. جمیل هستم، شما قرضدار هستین. بردی که در او هفته من یک و نیم ساعت از کار وقت برامدم، یک و نیم ساعت در لاین بودم، بالاخره شما گفتین که موفق نشدم گرد بزنم، شما گفتین که تلفون شما خراب بود یا کدام مشکل داشت. نه چی بود، راستی هم شد به ایسی آخر، ولی چی هستم، ما از شما معذرت میخوایم. این امروز برای شما 10 ثانیه زیادتر وقت میدیم. 10 ثانیه بسیار زیاد. خب تشکر. به هر حال آقای شفیع، ما در یک موضوع دیگر میخواییم با شما صحبت کنم که یک دو هفته پیشترش یک در یوتیوب یک کلیپ برآمد که از طریق یک چینل یوتیوب به نام کابل آرت که در او درباره شما و زندگیتان و کارها و فعالیتها و اینا اکسات چاپ شده و گفت.
میکنن و مثلا شما زو خبر دارین ندارین تا چه اندازه اون درست است؟ ما یه امور دیدم یکی از برنامه های ما از شما تشکری میکنم حالا که شما گپ آوردین امیالی هم از شما تشکری میکنم خب البته برای ما مویای ساختگی هم داد داده بودم امیرم بفکر ساور پیدا شد که یعنی اتمی میخواستیم بگویم که بعد از قصال ها کلی کت موی چطور خود حس کردیم مال دکل بودن بسیار احساس خوب دارم بعد از قصال ها که حالا که خود کت موی میبینم دلم میسوزه خیالم که او وقتی که مویای میرم دلم به خودم میسوز که کل میشم حالا کت موی میبینم دلم میسوزه که دوباره موی پیدا میکنم اما تشکر میکنم از دوستانم زحمت کشیده بودن یک ویدیو خوب بود و واقعا معلوماتشان ما فکر میکنم میتونه که میتونم بگویم که دقیق بود یعنی چی نبود که زیاد ساختگی باشه ایرانی ها کار میکرد اما وقتی که آمد با موسر پای خود آمد و با زور خود آمد ای که اشتباهات را مرتکب شد ای که ما مثلا افتخار میکردیم و ای که سر این دمله کرده مردم کشته شده و چیزا در این حال ما کدام افتخار نداریم اما در سر از ای که احمد شاه بابا در سر پای خود با زور بازوی خود آمده در این ما فکر نمیکنم که هیچ کس کدام جای برای اختلاف نظر باشه و ما خب پشتون نیستیم اما در قسمت احمد شاه بابا در این گپ ما 100% موافق هستیم که احمد شاه بابا یک آدم برای خود بوده سر پای خود بوده و این آدم غنی که هست این تاریخچه از این را باید پیش از 9/11 بخونیم که کی بوده چی بوده چی کرده بسیاری ها نمیفهمه که حتی رزومه از این را پاکستانی ها جور کردن و امیر که آوردان پاکستانی ها در بانک جهانی گرفت پاکستانی آوردش با آقای قریشی وزیر اقتصاد ازبق پاکستان بود اون نمونایی را بعد از 9/11 اگر شما بینید در برنامه بخل مکسر 43 هست که میره تشریح میکنم که خود قریشی وزیر ازبق اقتصاد یا مالی پاکستان میگه که ما و غنی در بانک جهانی بودیم یکی دو روز بعد از زمین مسئله 9/11 اردوی ما را خواستن و گفتن که در افغانستان چرا ایتی اگب شده باز احمد شاه باز آقای غنی گفت و قریشی میگن که طالبا به وجود آمدن به خاطر فقر و گرسنگی در افغانستان اگر شما با ما کمک کنین که در منطقه صوبه سرحد پیسه ببریم شفاخانه جور کنیم و نان ببریم دیگر طالب از بین میره 2 بیلیون دلار
بانک جهانی میته برای افغانستان برای صوبه سرحد و او را کل شایسای میگیره. اولین دزدی کلان پول بعد از 9/11 اونمون بود که غنی اون مرتکب شد. بعد از 8 بیلیون دیگه وقتی که در بانک های افغانستان بود ای داوطلبانه از سمت وزیر اقتصاد افغانستان استعفا داد، رفت رئیس پانتون شد و اوجه خلاب به وجود آمد. باز خودش هم در برنامه ماندیم که میگه 8 بیلیون دلار دزدی شد، او را هم کلش پاکستانی ها گرفت. بنان غنی که میگن بدون پیسه امریکا و انگلیس و دزدی، غنی و لاغه 1% نه که امیر رای بیادر خودم نمیداشت دیگر چیز شفبانه. ولی برحال ما بسیار خوشحال شدم خانم جمیله، تشکر، زنده باشید، خداحافظ شما. بله بفرمایید، بفرمایید دوست عزیز. خب ما یکی دو نفر دوستم که زنگ زدن از چی فیسبوک میگیرم. وایس جباری سیار نوری را میگیرم اول که زنگ زده بودن. دوست عزیز تلفن‌های شما را بهتر میگیرم. بفرمایید دوست عزیز، روی خط هستین از تلفن. بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام دوست عزیز، خوب هستین شما؟ بفرمایید. روز شما خوش، اگر شب از شب شما خوش. تشکر. آقای شفیع یار که تعلق داشتم بفرمایید. من ارتباط عملات اخیری که در غرب کابل صورت گرفت. بله. شما فکر نمیکنین که می کسیار زمین مثلا دورتش دخیل باشن؟ کی دخیل باشه؟ همی گلبودین حکمتیار، همی اینطوریار با تبانی با اونگوی اصلافتانی. ما برای شما اگر که اینمی گلبودین و طالب و دایش اینا تنها یک نام هست. اصلا اینا برگ مولی هم نیستن، یا برگ مولی ایناست. مولی اصلی آیسای هست، غنی هست و دسایس بیرونی. اینا همیشه اینمی مردم ها را استفاده میکنن. یک دلیل که غنی تمام زندانی های عزیز ایلا داد از زندان به می خاطر بود که برازی ها اینا را استفاده کنه. اینمی گلبودین با وجود که ظاهرن کلان معلوم میشه، اما عملا جز یک جاسوس هیچ کس دیگر نیسته. آقای غنی هم جاسوس متا، سرگروپ جاسوس آقای غنی است. و ای که کی را استفاده کرده؟ شاید گلبودینه، شاید هر کس دیگره. اما گفت در سر عزیز که در رأس از یا غنی بوده. آیا هدف اصلی از این عملات کی بوده؟ هدف اصلی از اینمی عمل ای که سر هزاره و تاجه کزبک و این امی غنی و گروپش اغده داره اینا را میخواه که هر جای ای رقم عملیات ها برالایشان کنه، در شک نیست. اما برای شما میگم که اینمی عملیات برالای هزاره، تاجک و ازبک هیچ نبود. برای دفعه اول اینمی عملیات برالای دو پشتون بود و او دو پشتون احمد و کرزای بود. بخاطر از این که کرزای میخواید در تبانی با احمد و همکاری دگرا یک گروپ کلانتر در افغانستان به وجود بیاره و کرزای در میجیریان ریاست جمهوری خودم اگر مقایسه کنین با غنی بسیار تفاوت داشت. بنابراین رقیب عمدترین آقای غنی اینمیال اطمر، اینمی عملیات تنها و تنها متوجه آقای اطمر بود و آقای غنی. اگر اینمی دوتار غنی بتانه بکشه بدون شک میتانه رئیس جمهور خود، ریاست جمهوری خود ادامه بتن. اما اگر موفق نشه با احتمال زیاد که اشرف غنی تا آقای سایم دیگه کمکش کنن این دوره را برده نمیتانه، بخصوص که غرب دیگه غنی را نمیخواه. و ما در امی منشن که رفتم باز ما یکی دوستا داشتیم که در درون مجلس بود و اونا از اوج یک مقدار معلومات هایی که بر ما داد غنی حرف رد گرفته در کنفرانس نیتو. از این خاطر تلاشش ایست که در درون خود افغانستان امی رقبای درجه یک خود از بین ببره،
که بعد از او غرب هم دیگه کدام کس دیگه نداشته باشه. اینی منظور اول این دو تا پشتون بود. آقای سفندار به نظر شما امروز دمی دو یا سه سال اخیر اونهای حکومتی ها در کردون آمدن همی حملات امروزی نسبتاً در حق بزو بیشتر نشده؟ اتا ما بر شما میتونم بگویم که ما بر شما میتونم بگویم که حداقل در سال آخر همین یک سال آخر کمتر شده به خاطر که غنی میخواه بگویه که اینا ما کنترل کردن تمام چیزا زیر تسلط ما. اما اگر شما ببینین عملیات های بزرگ انتحاری پیش از این که گلبدین عطا در کابل کدی حکومت یک جا شبه صورت گرفته بود، مثلا عملیات برالای جنبش روشنایی، گلبدین اصلا در حکومت نبود که صورت گرفت، که یک حرکت بسیار وحشیانه بود. اما ترکایی عملیاتی که برالای چیش دوستای ما در کابل که از مردم شمال بودن، جنبش رستاخیز ملی، من نمیفهم که دو گلبدین بود یا نه. یعنی اینا با گلبدین ای که نیروهای گلبدین استفاده میکنن در این شک نیست. اما بر شما میگم که غنی پشت پرده در طول 18 سال با استفاده از بیلیون ها دلار یک گروپ وحشی ضربتی با احتمال اغلب یک جا با خلقی های گلابزوی و نشان واسطنه و یک تعداد از اونمونا و شبکه اقانی اینا جور کردن که با احتمال زیاد از اونمونا استفاده میکنن. یک تعداد ادعا دادن که شرط و شبهی وجود داره مبنی بر این که آقای اشرف غنی با توانه با آقای حکومتی ها عملیات چند روز پیش را در مسائل های شهید مزاری انجام داد. بله. آیا نظر شما این چی قدر حقیقت داره؟ ما خودم شخصی میگم که غنی رهبری کرده، کمکم شاید که از چی گرفته باشه از آقای گلبدین یا دیگرایشان در این ما با همی دوستای ما که میگن هم نظر هستم، اما در رأس از این کار ها غنی هستم. خوشحال شدم. به نظر شما در آینده ها مردم چه کار باید کنن؟ مردم در مورد حملات انفاری قرار میگره در نمه با هم مردم اگر ایتا فکر کنیم اگر یک نفر خدا ناکدم یک کار بگیره بیاید در طرف خودت بزنه طرف شکمت، چی میکنی؟ دستت پیش میکنی که دست شماکم بگیری؟ اگر بتانی در دانشان که یک سنگ میزنی که بشکنه که دیگه او کار نکنه؟ تا زمانی که مردم افغانستان برای نجات خود خودشان استاد نشن، خودشان تفنگ نگیرن، خودشان درک نکنن که اسیر هستن، هیچ کار صورت نمیگیره. این کار اول است. کار دومی است که مردم هوشیارتر، باسوادتر باید یک جبهه مشترک سیاسی به وجود بیارن که نمی که ما سازمان آب جور میکنیم در واقع نمی یک قدمه. دیگران باید استاد شون، دیگران تلاش سیاسی خود بکنن تا زمانی که ما اینمی نیروهای مختلف در درون و بیرون افغانستان یک جای نکنیم، برای یک هدف مشترک نجات وطن کار نکنیم، هیچ کار در افغانستان صورت نمیگیره. اینا ما را به اینمی رقم ما را گوسفند میسازن و خودشان هم گرب خورده میرن تا هر زمانه. از این خاطر باید کلگی ما دست خود یک کنیم، مردم خود هوشیار بسازیم تا که بتانیم وطن خود مردم خود نجات بدیم. بسیار خوشحال شدم دوست عزیزم. الو خب دوست عزیزم، من چی را میگیرم از فیسبوک؟ یک دوست دیگه ما را میگیرم. آقای سیار به شما زنگ زدم، شما نگرفتین جبار، ببخشید وایس جباری را زنگ میزنم. آقای جباری اگر هستین بگیرین.
آقای جواری عزیز شفیعه هستم در برنامه لایف مستین. اگر چیز داشتین نمیفهمیدم که شما میخواستین نظرتان رو بتین در مورد چیزه؟ سلام آقای شفیعه. سلام با شما، بفرمایید. چی حال داری؟ خوب هستین؟ شکر دوست عزیزم، خوب هستم، بفرمایید. آقای رو میخواستم بگویم که امین از وقت اگر متوجهش نباشین امین از جامعه مرک استفاده اگر متوجهش نباشین امین مداد تروریستی داشت کم کم شده بود در کرد وقت از وقت اینا استفاده در می بله ها هم ریاست مشاور امنیت میدی کاملا که این انگشت رو میبرد در سر آقای اطمر که احتمالا در وقت آقای اطمر رسد داشته که حال با استعفایش کم شد. بله. شاید هم پلان غنی هم بود. بله. چون امی فکر میکنم امی دیروز که امنات صورت گرفت دمی دستم اطمر بود چون خواهد نزدیک است نشان میده به مردم که ما شما گذارم ادعا داشتیم که ای دایش پروژه اطمر است اطمر این حالا نیست در مشاور اطمر اما امنات صورت گرفته در این فکر میکنم که صد صد دست اطمر بوده که نشان بده که برای علی از رو وقت ما دست نداشتیم و آلم ندارم ما نشان بده که ما آلم استفاده ایم اما هم دست رو اگر بالای ما نمیجا بودم بلد. چون انتخابات نزدیکه نشان بده که رب یعنی ما دست ندارم به خاطر ما برای شما میتونم بگویم که گپ شما میتونه 100% درست باشه ولی یک چیز است که ما این دقیق تر دیدم امی عملاتی که شده بود از خاطر از این که ما امی عین نظر خودت داشتم اما امی عملات ساختگی نبود امی عملات واقعا میتونست که هر کسی که در این مجلس بود کشته شد چی آقای کرزی، چی آقای اطمر، چی آقای پدرام، چی آقای ولی مسعود اینا از این خاطر با وجود که هنوز هم این چانس موجود است اما این بسیار یک چانس کم است که اطمر خودش این عملیات برای کشته شدن خود چی کده باشه رقم زده باشه این یک چانس بسیار کمه اما اگر یک چیز ساختگی می بود مثلا آقای اطمر درام می رفت یک عملیات تروریستی می شد این را می تونی بکنی بخاطر از این که از پیش معلومه که این موتر سیوم باد از خودت می پرانن یا دوم باد از خودت اما وقتی که این موشک ها می آید این موشک ها کوره او نمی فهمه که محقق برداره اطمر برداره یا پدرامه پدرام صاحب میتونست که دهی خدا ناکده کشته شمه به خاطر از اینکه چره تا دسته گلونشان یا شانهشان خورده یک کم تفاوت میتونست که اینا کشته شمه ولی او آقای پدرام تنانه خدا آقای اطمر خدا آقای کرزی از این خاطر ما فکر میکنم که دهی احتمال داره که در اینمی حادثه اطمر سن نداشته باشه ولی این مربوط به این میشه که آقای اطمر چی رقم واکنش نشان میده چی چیزها را افشا میکنه اطمر بدون شک میفهمه که در سالهای گذشته عملیاتهای تروریستی و انتحاری چطور صورت میگرفت اگر آقای اطمر اینا را افشا نکنه مانایش ایست که از ترس افشا نمیکنه که چون خودش هم دست داشته اگر آقای اطمر این جرأت کنه که بیا افشا کنه حتی که اگر اسم داشته بوده باشه ما فکر میکنم که مردم میتونه کمی با سخاوتمندی و بخشایش به طرفش ببینن چرا بالاخره از درون از اینا باید یک کس بخیزه و افشا کنه که چی گپ شده آقای اطمر ما فکر میکنم که دفعه اول نیست که مورد حمله قرار میگیره و آقای کرزی آقای غنی بسیار احساس خطر میکنه آقای جنرال رازق به همی احساس کشته شد که یک گروپ کلان جور شده بود یک سهش پس کردن که اونا دیگه نتانن که دیگه باشن اما آقای چی اما این دفعه آقای کرزی اطمر اگه پس کنن غنی بسیار آرام میتونه که قدرت برای خود نگاه کنه از این خاطر ما فکر میکنم که برای ما بهتره که این انگشت به طرف غنی ببریم نسبت به اطمر بله و بعد مطمع بخود بودن که تمام عملات که دست خودشان هست یا غنی یا اطمر یا کرزی دست ناست از این راکت که فکر کردن اینا 300 کیلومتر میره یه روز تنگلی چون نمیزنن بله یه روز چون بوده مرک نمیره بدون شد بدون شد جای کمی غنی میره هم جای تکاکت نمیخوره بله اما دامین دشمن که میگن یا داعش یا طالب تنها دشمن مردم چیز خوری است مردم آم کنیست کاملا میتونه کدار مده بگیره مگم در این سامده شکل دست خود از این هاست کاملا اصلا ایره من 3 سال پیش آمدم
با می جمع تفریق کردم که کیا کشته میشد، در کجا عملیات میشد. تمام کسایی که کشته میشد که میگفتن طالب کردن مخالفین دولت بود. طالب مخالف دولت میای مخالفین دولت کشته میره. طالب باید که از وای یک جای شد. بنابراین ما به این نتیجه رسیدم که نه، اصلا دولت است که مخالفین خود به نام طالب از بین میبره. ما اما یک چیز درست نمیفهمیدم که ایرا کدام بخش حکومت در یه صداره؟ آیا این یک عملیات است که بسیار به شکل مخفی توسط مثلا یک گروپ رهبری میشه؟ امروز با اینمی عمل در مصلای مزاری ما باید تو ببینیم که کی از این منفعت میبرد. هر کسی که در مصلای مزاری کشته میشد یک نفر مخالف غنی بود. تمام از یا، یعنی هر کسی کشته میشد به نفع از یا بود و یک ترس به وجود می آمد. اما دو نفر بسیار مهم در اینجا بود که غنی اینا را می خواهی از بین ببرد و او دو نفر حتما را چیز کرده یه. چرا اگه این دوتا را از بین ببرد، اگه این دوتا را از بین نبرد، امسال غنی نمیتونه پشتونا را برای خود یک جای کنه. مخالفت در درون پشتونا بر علی غنی میشه. اگر موفق شد که این دو نفر از بین ببرد، بازم باز غنی میتونه که جنگ چی بسازه؟ جنگ قومی و لسانی بسازه. آل غنی نمیتونه به خاطر کرزه در جبه مقابله و حتما در این برد نداره. از اینی خاطر است که ما فکر میکنم که اینمی آقای غنی باید که در این عمل حصه داشته باشه و عملیات های بعدی را هم میبینیم که چی رقم پیش میره. صد بیست آقای زنده باشید. آقای تشکر، خوش آشد. دوست از این روی خط هستیم، بفرمایید. آقای ایار، بیشتر شما تلفن قطع کردید. مخاطب شما خواهش میکنم، مرا مرزه رقم آقای بدید. یک اب برای شما میگم و از طریق شما به دیگران. وقتی که ما برتان میگم که اجازه بتین، اجازه بتین تا که ما بتانم به شما اجازه بتم. اما اگر شما یک طرفه در حرکت بدین، باز ما دیگر راه ندارم. اینال بفرمایید دوست عزیزم. خواهش میکنم. بفرمایید. امریکا خروانسان اجوا کرد. این کلی میفهمم. باشه. اما این بعد پروگرامی که است که این مشکلات که در افغانستان این قتل و کشتار مردم افغانستان مردم دیگه افغانستان اولش امریکا باید شده. بله. امریکا. تمام امریکا. ما امروز امریکا که در بحران اقتصادی قرار داره. من نمیگویم این دانشمندان و دکتران امریکایی میباید. طرز مثال انگلیس بیتون اجایده نوبل را گرفت و پرسنل در پژوهشگر در روابط اجتماعی امریکا و سویلنس پرستون جامعه شناس در دانشگاه پنسیلوانیا. این میباید جناقات امریکایی در سرحد فقر زندگی میکنند. بله. و نمیدید امریکایی در فقر مطلق زندگی میکنند. چندین میلیون امریکایی از روز زخمانده دیگر امریکایی ها زندگی میکنن. شما در کجا زندگی میکنین دوست ازم؟ شما چه دفت یک دفت خلوان بخواهش میکنم یک دفت دکا آمار یونسیف یالت متحده امریکا اطفال که در امریکا زندگی میکنه در ممالی بیشتر مرمن جهان امریکا هم بخواب 36 تا قرار داره. دو میلیون امریکایی روزانه از دو دلار زندگی میکنن و یک کتاب هم نشته شده به نام زندگی بدانه. شما بترین از نزدیک خانه که یک کتاب خریداری کنید. باز شما برای ما جز الزامات زندگی ما شده آخر اینا اجازه بکنید. پیش از اینکه دیگه پیش بریم ما قضاوت خود برتان بگویم دوست عزیزم. بله. من در امریکا باشه. باشه. بلکه بیوکراسی وجود داره. باز من میگی که ما چرا قطع کردیم؟ نفر بالای 1% بالای 90% حکومت نیست، حاکمیت دارن. امریکا رئیس جمهور امریکا کنگره امریکا توسط پول خریده میشه. آقای ایار. حالا اجازه میتین برای ما یا خیلی دیگه ای تو فکر کنین که چپ هستین، فکر کنین که نیستین برای یک دقیقه ما باست دارم خوشحال هستم. ما در امریکا زندگی میکنم. من میفهمتیم دمی
جایی که رفت آمد میکنم در سر سرک ها گدایگر ها استاد میباشد. جوان پیر، یک آدم بسیار ضعیف، یک آدم 20 ساله 18 ساله و ما کار ساختمان خانه رو دارم، در یک جای یک پروژه دارم که او طرفش درخت هاست، یک جنگل باره در موجه شاید یک 50 نفر زندگی میکنه که بیچاره هستن. اگر بگویم که در ما یک دفعه نمیتونن خدا بشورن، درست است، حتی در روز برف هم میرن در موجه خیمگک میدراین. یعنی زندگی که در افغانستان هم مردم نداره، دیجه داره. یعنی من مجبور نیستم که یه ارقام از کدام کتاب بخونم، اما بر شما بگویم این ارقام میدونی امریکایی میشه کنه؟ امریکایی میشه کنه که جایدون؟ خب شما بخیر من روزم همو چی رو متوجه نشدین که چی رقمی دیجه باشین، شما را قطع کردم، دیگه دفعه نمیگیرم اتان، چون که گپ شما خلاص شده بود. حالا تنها گوش کنین نموجه. امریکا یا کشورهای پیشرفته به یک طریق سنت در این مملکت ها پیش میره که مردم آهسته آهسته فرهنگشان تغییر کرده میره. اولادا با کمپیوتر کلان میشه، اولادا با تلفن دستی کلان میشه، ازی اینا اعتیادشان از چی میبراین؟ از این سیستمی که ما کار کنیم زندگی بسازیم میبراین. اینه میجیم ما بچه هایی رو میبینم 20 ساله، 25 ساله. حتی ما یک وقت یک دوست داشتم، دکان داشت، گفتم اون نفر در اونجا استاده است، میگه ما کار میخواییم. گفت ما 3 دفعه تا حال رفته میراوردیم، یا کلشان در مواد مخدر هستن، کار نمیخواییم کنن چیز. اگر در امریکا کار کنیم بسیار کار است. میلیون ها نفر از اون طرف سرحدات امریکا، از مکسیکو و کشورهای ساوت امریکا غیر قانونی می و کلش در کار پیدا میکنن، اما یکتیاده که در اینجا تولد میشن، کلان میشن، اینا متاسفانه از اون سیستم کاری میبرن و خاطر از اینکه با یک سیستم دیگه زندگی چی میشن. در قسمت از اینکه باز گفتی که یعنی امریکا جنت نیست، برای کسایی که بخواین که جنت باشه امریکا جنت است، برای کسایی که بخواین دوزخ باشه دوزخ است. در امریکا حق آزادی است. در امریکا مهمترین چیز که با کشورهای خود ما مقایسه کنیم، در افغانستان ما حق زندگی کردن ما از ما سلب شده. حکومت افغانستان هر کس میتونه بگیره بکشه زندانی کنه. در امریکا حق خودکشی سلب شده. اگر شما شنیده باشین یک نفر به نام دکتر کورکن بود که میخواست در امریکا می قانون خودکشی به وجود بیاره. یک نفر مثلا بسیار مریضه، بسیار درد میکشه، بگه اجازه بدهش که خودکشی کنه. تو نمیتونی که یک نفری که دو قدر درد است او را اجازه ندی. همون دکتر کورکن مردم ها را کمک میکرد برای خودکشی که یک گس بتن خود را بکشن، بندی شد. یعنی در امریکا اینقدر حق زندگی را محترم میدانن که تو را حق خودکشی نمیده. در افغانستان و کشورهای مثل ما حق زندگی قدر پامال که تو یگانه حقی که داری حق خودکشی است. بنام و گپای اون نمره هایی را که شما میگین درسته، اما اون نمره ها باز دلیلش فرق داره. در افغانستان تو میخوایی که زندگی خوب داشته باشی، هنوزم نمیتونی داشته باشی، درس میخوانی کار نیست، در آن میری این تئوری میشه، با غنی کار نمی کنی، پشتون طرفدار غنی نیستی، طرفدار پاکستان نیستی، در کار نمی گیرنده، در قرارگاه عسکری سی علال میشی. از این خاطر این شما نمیتونین که با اون رقم قضاوت کنین که شما میخواین که در این کتاب تو گفت، در این کتاب تو گفت. اونا باز دلایل دارن. برحال دو سایزم لاین باز است. شما حالا میتونین زنگ بزنین و دوست عزیزم که شما پیچه زنگ زدین دیگه بر شما چانس نمیتونم، امیدوارستم شما دیگه امروز زنگ نزنین، اما در برنامه های بعدیم باز شما میتونین و بیاد داشته باشین که اگر دفعه که میگم که فکر کن که چه باشی دیگه باز کامل نده که بله نه اترا بفرمایید دوست عزیزم رو خط هستین. بله سلام علیکم برادر عزیز شفیع ایار. سلام برادر. سلام دوست عزیزم، بفرمایید خدا معرفی کنید. اسمم من محمد شفیع ایار. علی یک سوال داشتم که شما میگین که ایتالیا کافر نیستن. بله. و خصوص که میگین که ایتالیا کافر نیست، اگر
دمی آمن تو بلاهی و ملائکتی و کتبهی ما خوب تحقیق کنیم. اگر ما در یک کلمه کتاب های عثمانی که زبور از تورات از انجیل از فرقان از دل قرآن از اگر ما عقیده نداشته باشیم در خط ما خود به خود پاسر استیم. ما که میگیم باشه ما که میگیم یعنی ما مسلمان ها چون در کتاب ما با وضاحت آمده که فرق بین هیچ پیغمبر نمیگذاریم و به همش ایمان داریم. ادامه منظورتان است یا ایست که شما میخواییم که عیسوی و موسوی هم مطابق کتاب ما عمل کنند؟ همیز قرآن کامده برای کلی آمده نه نامده نه نامده نه نامده قرآن برای خداوند کلایی بدم تو عرض مگویید خداوند کلاوان کرد قرآن شریف و برای کل بنده ها رو بگرد بده یکی ما یک عمل میکنم خود دیگه عمل میکنیم یا یک دین قبول میکنیم گرچه دعوائل خامی دین کلش چیز نبید نه مسلمان نبیدن که بگوید دین مثل پخانی دین موجود دین برامد مسلمان ها در اکتر دی کتاب و کتاب کنگی کتاب ایتالی و هم از کتاب بیشا بندگان خدا را دیم کنم آمی قرآن شریف کرد که در قرآن آمده که آمن تو بلاخی و ملائکتی و کتبی یعنی شما با خداوند ایمان داشته باشیم با کتابشان ایمان داشته باشیم آمی سویایی که با قرآن ما ایمان نداره بیشا یه خود با خود اتماد کافر است کافر شا خودم نداره میگرم خودش برای قرآن شریف واضح رشته است که آمن تو بلاخی و ملائکتی و کتبی و رسولی هیچ ما نداره با قرآن شریف یعنی خود با خود کافر است. ما خود ما با چهار کتاب آسمانی عقیده داریم که خود بسکر قسمی که قبلا برای خودش گفتیم منطقه در اینجا ما باید ایسایی ها رو در جمع شکرات نکنیم بخاطر از این که او در هر کتاب عقیده داره در قرآن عقیده نداره اما ما با تمام کتاب ها و همین کتاب ها آسمانی عقیده داریم. در این خاطر من میگم که شما در اینجا یک کم یکی بیخی اشتباه کردیم که دین سوید هم شما در کتگوری دین یعنی باید کلی ادیان میکس کردیم که هم مسلمان ها و هم سوید ها کل شبی چیز است. نه ایسی نیست با خاطر که سوید ها با کتاب قرآن ما شما عقیده نداره. بسیار خوب، ما گپای شما را شنیدم، با شما موافق نیستم و در برنامه های خودم ما ای را تشریح میکنم. یک اشتباه بسیار کلان مسلمان ها که ما هستیم ایست که ما فکر میکنیم که مردم دیگه مطابق قرآن ما باید عمل کنه و شما میگین که با کلگی آمده. وقتی که خداوند در قرآن میگه که ما برای هر کدام شما مسلمان، یهودی، نصارا و غیره راه و رسم خودتان دادیم و در اون دنیا مطابق کتاب خودتان مؤاخذه میشین، اینمی نشان میده که وا مطابق کتاب خود. اینال ما چیزی را که در کتاب ما برای ما نوشته شده میخواییم که اونا هم مطابق امی کتاب ما چی کنن عمل کنن. اینمی باعث یک مشکل کلان در بین ما مسلمان ها شده. باشین یک دقیقه که ما کلگی ما باید یک چیز آمد نظر بگیریم که مسلمان به اساس کتاب خود مؤاخذه می شده و دنیا و ما کلگی ما مطابق قرآن. به همین خاطر است که ما باید ایمان داشته باشم به تمام پیغمبرها و هیچ فرق بین از اونا نگذارم. اما اونا که چی در کتابشانه او را من مجبور نیستم که با اونا برم کتابشان یاد بدم که بیادر تو مطابق کتاب خود عمل کو. او مربوط از واست. کتاب از واره نه مخاندیم نه میخوانم نه کدام علاقه مندی دارم که برم یک عیسوی را بگویم که عیسوی تو باید اینی کار کنی. من کتاب خود را میخوانم، من نیست یک مسلمان، خودم با کتاب خود اعتقاد دارم، امی کار را میکنم. اونا را چون در قرآن گفته شده که مطابق کتاب خود باید عمل کنن و میفهم کارشان. نالم با ما چی میگیم؟ نیخ و کتاب از واد تحریف شده. اگه تعریف شده بین از ما و بین خداونده، ما چرا برم عیسوی را بشانم که بیاله این کتاب تو نیست، کتاب تو غلطه، او خلاص شده، تعریف شده. ما با یک عیسوی اجازه میتیم که بیای با ما بگه که قرآن تحریف شده یا با موسوی؟ نه. چرا ما با خود اجازه؟ جناب شفیع ایار، من
سوال ما این دست رو در حقیقت اول خود همین مردم به اسلام همه به دین اسلام عقیده نداشت نه این کل این کافر به ایمان نداشتن معراب هم که به ایمان نداشت در جمعه کافر بود یا همه شما اینا باز غلط میکنید نه شما اشتباه میکنید هر کمار گوش بگیرید یک دفعه کمار جوزه بسید من سوال خود تحمیل کنم بفرمایید امی پیغمبر پیش از این که اسلام بیاره حج میرفت حج میرفت من موضوع سوال من این روز شبیه جان ایار که سوال من این روز قرآن شریف و کل بردان نامده نیش نیده و چیزایی و نیشایی آمده و این آمده نه بایی چیزایی آمده و این آمده نه و کل جرامت که دیمی قرآن بردان نه شما را گرفتم دوست عزیزم شما را میمانم یک تبصره کوتاه میکنم بسیار خوشحال شدم دوست عزیزم تشکر دوست عزیزم در قرآن آیت است که ما این کتاب برازی رایی کردیم که مردم مکه و مدینه را از عواقب کارشان چی بکنیم بترسانیم یا یعنی به این معنا که کتاب در قرآن آمده که برای مردم مکه و مدینه است ببخشید برای مردم مکه دفعه اول آمده باز دیگه آیت است که برای مردم مکه و مدینه آمده باز دیگه آیت است که ما این قرآن برای عربی رای کردیم تا که مردم نگوید که برای عربا این چی رقم کتابه که به عربی نیست یعنی اگر شما هر کدام این آیات رو ببینید دال بر این است که قرآن بر تمام مردم جهان نیست باز دیگه آیت از در قرآن که خداوند می فرماید میگه ما این کتاب با مردم رایی کردیم که قبل از این کتاب بر از یاب کتاب نامده بودن و ایمان نمی فهمیدن در قرآن آیت دیگه است که پیغمبر تو قبل از این کتاب نمی فهمیدی مانای کتاب و ایمانه یعنی سواد نداشتی اینا را که حالا ما در سر از این بحث کنم سر یک آیتش که بحث کنم یک ساعت است در برنامه زنده ایم این بحث کرده نمیتونم حالا شما میبینین من یقین دارم دوست عزیزم که خود طرفدار آقای عبدالرحمن نیستی اما آقای عبدالرحمن اینمیال اینمی بحث انجام میده و ما که تعمو امین مسائل یکی بحث میکنم امی که اسلام چی است؟ با کی آمده قرآن؟ آیا ما وقتی که در قرآن خداوند میگه که ما برای شما کتاب عربی رایی کردیم و پیغمبر عربی که شما نگوین که برای ما پیغمبر از خود ما نامده و زبان ما نامده ما به کتاب های دیگه ایمان نداریم اینجا بسیاری چیز هست ما شما
اشتباه میکنیم که بگوییم که ولی تنها و تنها برای ما نامده، برای کل مردم دنیا آمده. یه طرفایی نیست. در قرآن وقتی که میگه که ما کتاب را ای کردیم، قرآن که تصدیق کننده تمام کتاب دیگه است و نگهبانشان، و اگر ما میخواستیم شما را امت واحد جور میکردیم، آیت 48 سوره مائده، اما ما خواستیم که شما را به معدیان خودتان امتحان کنیم و کتاب خودتان. اینا ما چطور میتونم اون نفر را بگویم کتاب تو منسوخ شده، باطل شده، شما کافر هستین، بیاین در دین ما در غیر از او شما دین ندارین؟ باز مولای دیگان میاین میگه زنش چور پرتو از خاطر از اینکه اینا دین ندارن. از این خاطر این بحث در برنامه زنده تا آخر کردن نمیتونم. بفرمایید دوست عزیزم. آقای سلام. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ نباشید. صحبت من راضی با آقای مزاری. بله. اگر ما شما نگاه کنیم در جنگایی که در کابل صورت گرفت، آقای مزاری و شاخه حزب وحدتش در تمام وقت ضد حکومت استاد رباني بودن و سخت‌ترین جنگای ضد شورای ملی هم اینا انداختن. بله. و اینا تحت محاصره آقای مسعود قرار گرفتن که بازرفتن پیش طالبان در چهار آسیاب که باز اینجا دستگیر و اعدام شدن. بله. من نمیدونم که چرا از مزاری ما باید افتخار کنیم. یک فاصل بود، یک خائن بود، با یک وطن سوش بود. بله. اگر کلپای آمر تک مسعود رو پیدا کنیم، واضح میگه که مزاری نوکر ایرانی ها بود و سپای پاسداران ایران هم داخل کابل کرده بود. تمام کنم شورای مزار از بین بود. بله. من نمیدونم که چرا ما برای شما ایره ما برای شما از مزاری خائن باید دفاع کنیم. ما ایره برای شما یک تشریح میکنم دوست عزیزم. در لاین می باشین یا می شنوین؟ در لاین می باشین. بسیار خوب. خیلی قانون در ایجی همیست که وقتی که در لاین می باشین تو فکر کنین که نیستین، باز من شما رو دوباره می مانم. آقای امیر رهبرای افغانستان، اصلا اگر ما بگویم که ما رهبرای سیاسی هوشیار نداشتیم در یه شک نیست که اگر می داشتیم عملا امروز وطن ما در میحال نمی بود. در قاط از یه آدم های خوبترین هم بوده، اما به هیچ وجه هوشیارترینه که باعث نجات شده باشه عملا نبوده، و کسای هم اگر او قدر هوشیار بوده کشورهای خارجی نمانده، و از این خاطر ما امروز در این منجلاب افتیدیم. ما فکر میکنم که رهبرای ما در زمانی که حیات داشتن یا در زمانی که در قدرت بودن یا در جنگا بودن چیزایی گفتن که اگر امروز میبودن من یقین دارم که او را تکرار نمیکردن، یا شاید دلیل خودم میگفتن. اما امروز ما برای شما میتونم بگویم که چیزایی است که باید در قسمت عمر رهبرها باید دقیق تر ببینیم. مثلا آقای نجیب در قتل و کشتار مردم صداش، اما اگه سر رسید که فکر کرد که بیاییم که یک کار بکنیم که در وطن اگر صلح شود، آیا برای از کار وقت بود؟ نبود، دیر شده بود، اما حداقل تلاش کرده. ایره ما نمیتونیم که باعث یک چیز منفی بگیریم، باعث چیز مثبتش میگیریم. آقای مزاری در اون زمانی که شما گفتین که در معاصره مسعود بود، حزب وحدت در جنگ بود با مسعود، با سیاب، با گروپ های دیگر، اما در اون زمان این شبکه اقانی، اونم خود آقای اقانی که یک آقای دیگر پسان وزیر معارف طالباش بود، در سه چهار آسیا با آقای مزاری نشست داشتن، تلاش کردن که مزاری را بگیرن به نوکر پاکستان تبدیل کنن و در مقابل مسعود بسیار با شدت استفادهش کنن. مزاری در اون موجه گفت که حل مشکل افغانستان در درون افغانستان میشه. همون نوکر پاکستان برش میگفت که من تو رئیس جبهه صلح جور میکنم، مثل که دیگرانش رئیس جبهه صلح جور کردن. مزاری در اونمو زمان نکرده نمی کاره. ای که آقای مسعود صد دفعه گفته باشه که نوکر ایرانه، او علایده است، اما ما نمیتونیم که کارهای خوب مزاری را نادیده بگیریم. و آقای دمی برنامه این نفر زنگ زد، از امی اسه چاریکار بود، گفت من خورد بچه بودم کت پدرم که امرای مسعود شیشته بودیم که برای مسعود آوردن خبر کشته شدن مزاری را. گفت مزاری افسوس کرد و گفت که
ای افسوس که کشته شد. گفت همون یک کس دیگه گفت که همون مخالف ما شما بود. گفت نه او دیگه گفت بود. یعنی مسعودم این چیزا را تفکیک میکرد. اینا آمدیم در سر از این که در جنگای کابل مزاری نفر کشت. نفرای مزاری میگه مسعود نفر کشت. نفرای اردیشان میگه گناه از سیاف بود. این چیزا متاسفانه در افغانستان شده و امیم روزم جریان داره به خاطر که شبکه های جاسوسی کلگی را در مقابل یکی دیگه انداختن. از این خاطر اگر ما محکم بگیریم که عامر صاحب تو گفته بود عامر صاحب درست میگفت مزاری خاینه، باز اینا یکی دیگه میگه که مزاری هم گفته بود که ای کاش که ما با تاجک یک جای نمیشدیم، تاجک ها در حق ما خیانت کرد. باز جنگ ها میره به کجا؟ به 20 سال پیش. باز ما و خودت که تازاره در جنگ میشیم، که تو پشتون، که تو ازبک، که تو کله. رای برعکسش ایست که یک احترام نسبی را نگاه کنیم، تاریخ فراموش نکنیم. یعنی اگر خودت میگی که مزاری کار کرد و دلایل داری، ما تو را از یخنت نمیگیریم که گپ نزن. اما اگر که بریم در دیروز و ما بگویم که احمد شاه مسعود گفته بود که خائنه، باز اینانه یک آدم دیگه میگه مسعود خائن میگه، باز خودت میری میگی نه مزاری، باز اردوی ما میده این گلبودین، باز گلبودین میده وزی چی میشه؟ امروز میمونه کل ما در جنگ دیروز مسعود میشه. بفرمایید دوست عزیزم. اولا آقای مزاری نوکر ایران بود، 1000 نیروی سپاه پاسداران داخل کابل آورد. دوم آقای مزاری با حکمتیار اعتلاف کرد، به اون صورت نوکر پاکستان هم شد. وقتی که آقای حکمتیار اعتلاف کنه دیگه حقانی چیز حضور رد کنه. و سوم آقای مزاری بود که اصلا نمی جنگای داخل شهر کابلش آغاز کرد. لازم نبود که نیروهای خود داخل میکرد و در اون مناطق می آورد. و چهارم خود امروز که ما کوشش کنیم که این چیزها را پاک کنیم، خود مخالفین ما، طرفدارای مثلا اشرف غنی، اینا میتونن این کلیپ های سابقه را بیارن که کی او را بد میگفت و او را بد میگفت. کاملا کاملا امروز یک جایی شدن. و آخرین گفت ما هیچ هیچ ازاره خوب هم طرفدار مزاری نیست، چون تعداد ازاره زیاد است. کم وقتی که مزاری هم کشته شد، اینا همکاری خود با حکومت اسکندربانی ادامه دادن. خیلی اجازه بتین یک تبصره دیگم مده این میکنم. اگر اخبار احتمال داره که شما می اخبار تعقیب کرده باشین در وقتش، وقتی که آقای پاکستان دو کار کرد، وقتی که چی شد نجیب سقوط کرد دو کار کرد، دو گروپ جور کرد. یکی یک گروپی که جلوگیری کنه از ایجاد یک حکومت مردمی در افغانستان، یکی یک گروپی که بیایه حکومت از پیش مسعود بگیره. یک گروه برابری گلبودین میگفت که چی درست نیست، امی سم نیست، باید مسعود برایه، باید ازارا برایه، امی رقم میگفت و باید گلمجم برایه و جنگ دامن بزد. یک طرف دیگه در پاکستان بوران پاکستانیا جور کرده بود که قرار بود اینا بیاین در افغانستان قدرت به شکل سلامیز از مسعود بگیرند. در دو جبهه، در رأس یک جبهه آقای مجددی قرار داشت که آمدن اردوی افغانستان از بین بردن و قدرت قسم گرفتن، که در اینجا یک وحدت یا یک ائتلاف سه جانبه شده بود، دوستم، مزاری، مسعود، جمعی که پرچم یادش بود. اینا چی کردن؟ تلاش از یاد این بود که این ائتلاف باید از بین بره. چی رقم از بین بره؟ آقای مجددی هم این وظیفه را بسیار به خوبی انجام داد. فورا رفت در مزار آقای دوستم شان، گفتی بچه ما بره دوستم یک چوکی فلان و فلان میتونم یک دو سه رتبه کلان نظامی دادش. وقتی که را رتبه داد، اما در پشت پرده به یقین که برای ازی پیسه بردن، چوکی ها بردن، این چیزا، آقای دوستم با مسعود در جنگ قرار داد. در اول عدم اعتماد به وجود آمد. مسعود وقتی که را انتخاب کرد که ما وزیر دفاع هستم، تو میری رتبه های جنرالی میتی، دوستم اوجه این مسئله را شخصی تر گرفت و دوستم آیسته آیسته مسعود بر دوستم پیسه دادن نمیتونست. دوستم هم بدون پیسه نمیتونست که نفرهای خود را نگاه کنه. بنان آقای دوستم اولین نفر بود که در مخالفت پشت پرده قرار گرفت. آقای دوستم با آقای مزاری و هموطنهای زاره ما رابطه
نمیاشن بنان اینا نزدیکتر با هم قرار گرفتن. مسعود از این احساس خطر کرد، آقای سیاف هم دیجه چوبک میزد، بنان جبهات مختلف وجود آمد و فورا پاکستان آقای دوستم را برد، یک شاور دادش در پاکستان. دوستم برای اولین دفعه آجیس دوستم شد و رایش کردن اج و در اونجا جنبش ملی اسلامی، جنبش ملی اسلامی به وجود آمد. ولی آقای دوستم در اون زمان شاید این تجربه را نداشت. آقای دوستم مزاری را با خود نزدیک ساخت، جنگ در کابل با همی بیعتمادی به وجود آمد. اینمی بیعتمادی آیست آیست به جنگ تبدیل شد و در اینجا کلگی در مخالفت قرار گرفت. اگر آقای مجددی همی وظیفه را انجام نمیداد، اگر اینا در اینجا نمی آمدن، دوستم برانه مسعود نمی گشتندن، اگر مسعود و شاراره اینمی ائتلاف نگاه میکرد، اگر امکانات مالی می بود و اگر آقای دوستم در از اون زمان یک مشاری سیاسی می داشت و چی را از بین نمی برد، همی ائتلاف از بین نمی برد، امروز افغانستان شکل دیگه می داشت. اما با اونمو چیزا ای جنگ هاشت. اینا شما اگر بسیار خوب زنید گفتین اگر ما این چیزا را پتام کنیم غنی میمانه، یا خود ازارا بر علیه مزاری بودن. اگر یک تاجک می مسعود برد لگه، او را تاجک ها تحمل میتانه، اما ازارا نباید مسعود برد بگویه. اگر یک ازارا می مزاری را برد میگه، میگه خیانت کرد، او را ازارا تحمل میتانه، بخاطر از این که اونمو مردم امو ازاره گپ ازاره خود قبول میتانه. من نمیرم که بگویم ولی چی خیانت کردک مزاری، چرا من این کار کنم؟ مسعود هم یعنی کلا تاجکا کده مسعود استادست نیست، اما ازاره لازم نیست که بیا که بوی مسعود خواهیم بود. چرا؟ اما ازاره که گفت یا پشتون ماکل مادر جان از اون میده، با هم که خود ازاره خود انتخاب کنه، تاجک خود ما تو نیست که بگویم. اگر نقطه مثبت چی داریم که تاریخ از بین نمیبریم. مثلا خودت گفتی درسته، اما اینجا بسیار دلایل است برای از اینکه چرا مسعود با مزاری در جنگ افتید، چرا مزاری در اینجا کشته شد، چرا می آوردنش با حقانی یک جای میکردن اما مزاری ادامه نداد. دلیلی که مزاری کشته شد به می خاطر کشته شد که با پاکستان نوکری نکرد، جنگ کرد با مسعود، اما اگه سم مزاری متوجه شد استاد شد پیش نرفت و مسعود هم وقتی که هموطنهای حزب وحدت ما بعد از کشته شدن مزاری مجبور شدن که از کابل، از غرب کابل براین، طالبا کلش هم میکشت، مسعود یک کش نکشت، کل گیشه خلصلا کرد اما اجازه داد که براین. چرا مسعود هم کار کرد؟ به خاطر از این که در او یک کار وطن پرستی میدید، یعنی به دشمنی ازاره نبود. از اینی خاطر از دوست ازم که ما در حالی که فکر نمی کنم که گپای شما غلط باشه، اما برای امروز نیست، برای دیروز بود و برای فردا می باشه، از این خاطر ما با شما در این گپ بسیار نمی تانیم که هم نظری داشته باشم. تشکر، لازم نیست، من فقط خواستم که این گپ رو مطرح کنم. بله، من خودم شخصا بعد می آیم عبدالعلی مزاری از خواهندترین رهبران. بله. ولی من جایی حساب هست که اعضای شورای مزار و جمعیت و جبهه متحد امروز تجلیل میکنم. ما برای شما بگویم که امروز در افغانستان زندگی و مرگ بسیار نفرات تجلیل میشه که اگر راستی عمیق ببینیم ولا هیچ کدامش قابل تجلیل نیست. عملا وطن ما در خاک و خونه، در خاط از یه آدم های خوب هم بوده، آدم های بد هم بوده، اما برای هیچ کس در افغانستان هیچ کس قابل قبول نیست، کسای دیگر قبول نیست. برای کلگی مسعود اعتیاد دو میزنه، نجیب اعتیاد دیگر دو میزنه، ترکیر اعتیاد دیگر، هیچ رهبر نیست که کل ما شما بیاییم بگیم والا امی خوب آدم بود. کلگی ما دو میزنیم، یک اعتیاد یکی را، یک اعتیاد یکی دیگر را، یک اعتیاد یکی دیگر را، بیاییم که امی را قبول کنیم که چیزای دیروز آلگاپای خودت زدی تو نیست که غلط باشه. دو چیز در اینجا مشکله، یکی زیادتر مربوط دیروز از دیگه ای که اجازه بدیم که این مردم ها خودشان بدون قوم پرستی قوم خود هم. مثلا ما اگر بیایم در سر مسعود گپ بزنم،
خودت قار نمیشی. اگر ما برم در سر نجیب گپ بزنم یک رقم قوم پرستی باره میشد. مگر من تو نیست که هیچ گپ نزنم، میزنم به احترام گپ میزنم، ما نمیتونیم حقایق نگوییم، اما کم کم به اندازه و به اندازه که مردم فکر نکنن که ما همین مردم دیگر رو میخواییم که افشا کنیم، خود نمیکنیم. از اینی خاطر ما همراه خودت موافق هستم در اکثر مسائل. بسیار خوشحال شدیم دوست عزیز. شکر، خداحافظ. خداحافظ شما. حالا میالم که ما شما گفت زدیم در ایجا مردم در درزنم شما میکنن که ایره خوردی و خوردی و را نکنین. ایره حالا می طرفدار آقای مزاری بودی خواهینا، من امور به خوبی جواب دادم، به نفع خود جواب دادم. حالا باز تو نه که و تو خدا ناکده گو خوردی که آتی تو کردی بازو دیگه به او را بین کمی بدون دو زدن این مسائل بگیریم. حالا ایار ای برادر یک طرفه گپ میزنه، خب ای برادر یک طرفه گپ میزنه، خب شما میتونین زنگ دین یک طرف دیگه شم بگوین که امی دو طرفه شه. آقای امان هم میگیرم اتمی طرف دیگه شه آقای امان دارن. آقای امان از فیسبوک بفرمایید. سلام علیکم آقای، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خوشحال هستم، خوب هستم دوست عزیزم، شما خوش و خوب باشین. بفرمایید. سلامت. ای برادر محترم، من میخوام بود اکدام خواب خرگوش هسته آقای یار تا خیدش من این باشه، ای خواهیم بود و خواهیم بود ای بدر ای بارکت و بارکت ایار چی کنن؟ اگر کسی که خواهیم بود یا وطن پرست بود یا وطن دوست بود یا وطن فروش بود، بالاخره هم گذشت خلاص شد. آرام خیلی مردم بخیزم ماشیندار بکشن، سلا بکشن، اگه دیگر رفع کشن که بدر تو ما خواهیم بودی، مزاری خواهیم بود، فلانی نبود، پشت پشتال باشه بشه. ای بدر بود اگه چی میخوای خرف مورد خداوند بخشید جان، نبخشید چه چی کرد ببینیم با خداوند چی که میگه در موردش. حالا بدر گذاشته بود فراموش تو 20-25 سال گذشت از این مسئله، خیلی چی کنم؟ حالا بدر نمیشه که مثلا اگر باز خواهیم تازه بسازن باز نمو قد که پشتر نمو گفت شد که بدر والا ربانی خوب بود یا مزاری خوب بود. اگر بسیار مهم از آسیال آقای آری است که تا زمانه که وقتی که روس در افغانستان بود یا نجیب در افغانستان بود، رئیس دولت در افغانستان بود، این را برای این مجاهدین یا کلش نکدست بود، روز عموم کلش زیر چتر آیسایی بود، کلش زیر چتر عربستان بود، کلش زیر چتر شرق و غرب و اروپا و امریکا بود، از کلش هم پیسه می گرفتن، کلش هم پیسه می دادن، کلش هم از کلش هم چیز می رسیدن، پیسه مهمات و برشان چیز می دادن. اما گفت در اینجا دو وقت دو زمان یا دانسته یا نادانسته اینمی کمک ها اینمی شدارتش رو میگرفتن، دوستی هم داشتن، سایمت هم داشتن، به همه چیز. اما وقتی که یک زمان میرسن که امیر برای شما حقیقت درک میکنن، چرا درک میکنن؟ وقتی که نجیب از بین رفت بوس از افغانستان خارج شد، حقیقت درک شد، گفت کجاست، ما چطور استفاده شدیم، ما را کی استفاده کرد، آیا ما استفاده شدیم، وطن ما را مال آبادی میخواهند نمیخواهند، یا خود باشن معین شد که دنیا ما را فقط استفاده کرد، پاکستان ما را استفاده کرد، ما یک سفر مقابل پاکستان صادر شدیم، مقابل روس صادر شدیم که ما پاکستان را حفظ کردیم، عربستان را حفظ کردیم، امریکا دشمن رختیم خود را توسط ما از بین برد. این دیگه ها برای ما شما معلوم شد. چرا معلوم شد؟ وقتی که در کابل در افغانستان آمدن بعد از این مسئله، اینی وقت زمان حساسی است که باید اگر رهبر واقعی باشد اینی واقع خود را باید درک کند. کاملا. آر بچی کنم. آری این دخمه است. از اینجا کجا باره؟ از اینجا کجا باره؟ باری از اینجا چه دخمه کنیم؟ این شما خدا ما رحمه سازیم از این شما ما پند بیارتا باشیم. کاملا. اگر رحمت واقعی باشد، اگر رحمت واقعی باشد، از اونو مدامان دشمن رو خودم بشناختن. کی شناخت، کی نشناخت. آر رو بگیم کی شناخت، کی نشناخت. آر رو بگیم مزاری رو دم میدیم به دور بگیم. چی تو شد چنان شد؟ همون مبادر مگفای قدرت و ما میدواش سل کنه. بله. وطن پرست بود. وقتی که ربانی بود و هم شناخت. مسئول کنه و هم شناخت. حالا تا این میان را تا این میان را گلپیده دشمن خود. از دشمن خود دوستی میکنه که مقابل این به خاطر پاکستان را صدا میشتن. پاکستانی که ما را در طول همه قدر طول تاریخ دیده دن بدانستن ما را استفادم کرد، کشتم، قتلم کرد، طالب رو مایه کرد، از پایده رو مایه کرد، کل دنیا از الف تا یا از سرک تا پچک، از مرد تا زن، پاکستان هم بشه که پاکستان چه رقم بادن باد. گل بودیم آن ازام رو مایدگی میکنه، ازام پشتی مونیزش میکنه، روش برالا. این رهبر فهمیده میشه که این رهبر فروخته شده است.
او رهبر دشمن خدا آر دشمن میگه او رهبر واقعی است و خاطر اینکه یک وقت فدا شد اموال سادگی را مقابلش میکنن حالا یک چهار طرفی گپ بزنی که گربیده چوی گپ رو میزنن یا مثال گپ شد در مقابل پاکستان برادری و قوات از پیش کردن در مقابل این چرا پاکستان را بدگویش نمیکنن چون در مقابل آی سایی پشت بودی میکنن گربیده پاستر حقیق چهار تا خود فروخته شده یا هر کسی که از طرف عکس مسعود که تا آی سایی بندازه که در افغانی بندازه که که در عرب بندازه که در افریقا بندازه او برادر او وقت زمانی بود که کاملا ما با شما موافق هستیم بی خبر بودن ناگاه بودن اما وقتی که چیز بر رهبر واقعی اونو رهبر است که برش واقعیت معلوم شد که ما چی رقم استفاده شدیم خوشحال شدم آقای آوارا بسیار خوشحال شدم بسیار خوشحال بسیار ما این مسئول گفتم تا به قد گذشته اشتباه کردم رفتم کاملا بسیار خوب خوشحال شدم دوست عزیز باز یک یاد دوستانی که در اینجا دو میزنین که او تکد دو نزنین یک کار خوب نیست دوست ما نظر داشت حقش بود حالا او میگه که مزاری خواهینا او نظرش بود من نظر خود ابراز کردم آقای آوره نظر خود یک یاد دوستان ما در فیسبوک نظر خود میتن که این خوب بود این بد بود اما اگر حالا ما بیاییم که در این 45 سال سعی کنیم از امی هفت سال که شروع شد تا حاله که می گرفتن است و زدن و کشتن حالا بیایی که از امیه جایینه میانه خود ما رهبرهای فعلی مملکت هستیم اینمی خودت یک رهبر فعلی مملکت هستی سا چه یک کار بکن سلطانی عزیز آقای سلطانی روی خط هستین از فیسبوک بفرمایین آقای سلطانی خب بفرمایین دوست عزیز روی خط هستین آقای حفیظ سلام با شما خوشحال هستم بفرمایید آقای ایار سایدم این موضوع سر جنگ های افغانستان این گفت ها بود برنامه تا ندیدم بسیار برنامه خوب است شکر به نظر شخصی خودم من آقای ایار ساید اینمی جنگ های افغانستان اینمی تنظیم ها و اینا که برامد و جنگ ها را گرفت بله از نظر خود من ای باید یک روز در افغانستان جنگ ها در میگیرم بله و این خاطر که من خودم در زمان تجدید 56 و 6 ساله یا ساله هستم فعال خفته بودم بسیار خوب یادم یه یک دو تا دخترم خیلیم و میرم یکیش پشت زبان بود یکیش در این زبان بله بازم جنگ هم یا که میتوند بازم این پشت و زبان در این زبان هم میگه شما مهاجر هستیم بله از این مملکت برای یا مثلا میگه تاجک ها یا مثلا همچنین از عرب ها را یادگار همه را توهین و تحقیر میکردن مثلا فوق خلاده تمام ملت افغانستان و پشتون های برادرهای مرا دوز دارم زنده باشن ولیکن در مو وقت جنگ ماسوری جلال آباد هم بود بله در این ماسوری جلال آباد مثلا از کلسطور هستم برادرهای که از کلسطور هستم میشتن همی تمام عسکرهایی که شهید میشد یا هزاره بود یا تاجر بود یا شمال بلاد بود هم یک روز یک شهید پشتو زبان در اون مستحق از نو آورد بله کل این همی سربازها از همه ملیت ها بود از طبقه رئیس و موزیک و جنرال و دگر بودن کش پشتون ها بود یک چون هم شکل هم میشه خدا گویی همی غریبا را و ازاره و ازبک تا اینجا که تیست در جنرال به این میکرد آقای ایار صاحب یک موضوع دیگه برادرم از سر بود در پندار بله ای نو اسکر شده بود در کندار یک ششف ما را تیه کرده بود در گره پشت میتوزم و دیشه کماندان از دو سیر و لطف تیرفتن با تنشتار کندار را چکر میدادم بله بازی برادر ما چند نفر رفته بود رخصت نداده بود ایش باز دوسته بود در چپای پر پرسان کرده بود چرا من رخصت نمیدم بله گفته بود چی پیش کماندان که میدی گفته بود من میگم را رخصت بده بود بخواستی دوباره با فرسی نگو رو سب نمیتید به پشتو بگو
آها. و دیگه دفعه رفته بود با پشتو رو افتاد پاستاد و سپورتی در افتاد دادن ما تا با پشتو هم که بگوی با باز با پشتو هم که بگوی با پشتو هم که بگوی میگی ما تا رخصت را کن وام فارسی بله 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 آقای ایار نظر من ایسی جنگای افغانستان مردم به مطمع برنامه تا ندیدم زن دارن دعوا دارن این جنگای افغانستان از نظر خودم این چیزا را که من پسان فکر کردم در بایی بیشتار زور ما ملیت ها در مقابل یکی دیگه پسکت اما باید یک روزی جنگا در میگیره بدون شک در مملکت که در مملکت که عدالت اجتماعی نباشه مردم برای ایجاد عدالت اجتماعی استاد میشن اگه امروز زورش نرسی سوا زورش میرسه تفنگ میگیره در مقابل به همین خاطر است که من میگم اگر ما بخوایم یک حکومت خوب در افغانستان بسازیم اساسش باید عدالت اجتماعی باشه قانون و حکومت باید تمام مردم با عین چشم ببینه این است که همونطور که شما گفتین برادرتان با پشتو رخصتی میخواست با فارسی رخصتی نمیداد با پشتو که گفتش باز گفت خود زد زویت رخصتیه اینان اینمی متاسفانه یکی ها در وطنهای ما هست یقده ها و چیزا امیدوارستم که ما با هم یک جایی کار کنیم و آیستا آیستا بتانیم که رحل کنیم گپایی که زدین بسیار گپای ما ایما خوب بود و وطنهای ما که ایره مشنون بخصوص وطنهای پشتون ما از این باید یک چیزا مد نظر بگیرن که دیروز بد بود فردا را باید خوب بسازیم بسیار خوش شدم دوست ازم آقای ایراز من یکم از تلگام گفتن جا بله. آقای ایراز بله یک موضوع این موضوع دیگر یک روز باید جنبا صورت میگرفت نمیشه سردار را زیر پای کنی و بعد حقشا بخوری بازه بله. حقشا بخوری اونگو را به جمع انسان نگیری بله ها کاملا یک موضوع در این زمان نجیب، در این حکومت نجیب کمی مردم همه تکالیف نجیب همه به اینمی چیزا صورت میگرد بله ها من دو برادر من در افغانستان عزیز داریم از دل گرمون گفت نمیزنم ده با اولی که باید این جنگای روز صورت میگرفت و مردم من خود را بعد از صورت میگرفت دگر سرادین تقدیر نمیشتاد بله یک موضوع دگر آل موضوع سال هست آل طالب ها رفتا که باش گروپه های دیگر طالب ها کنن مطلوعی دوچار مهم هست ما وطن خدا ما نوروز خدا همیشه خوش داریم می خواهیم سالها تجلید داریم تجلید کنیم آل این مردم ها که رفتا در اونجا گفت می زنن صحبت های کتاب هم کنن آیا اینا می خواهیم نوروز ها دیگر سر ما بند کنن این رفترهای دیگر گفت قبول می کنن یک موضوع ما خو قبول نداریم ما در یکی نام امارات افغانستان ما قبول نداریم این همی موضوع به شما آقای ایار تشکر بزنیم بله بخیر باشه دوست عزیز ما شما را میمانم چون دیگه دوستام هستن بسیار تشکر اما در قسمت نوروز بگویم که طالبان نوروز ما را گرفته نمیتونه عربای غلام وقتی که در افغانستان حمله کردن در ایران حمله کردن تاجیکستان و ازبکستان نه تنها که نوروز ما را از بین نتونستن ببرن بلکه اونا هم یاد گرفتن که چطور نوروز جشن بگیرن ولی در قسمت از اینکه سال در افغانستان بیایه این سال در افغانستان با طالب نمیه کلگی توجه کشورها در ایست که طالبا را چطور بیاریم طالبا در اینجا مهم نیست هیچ کس مردم افغانستان را نمیگه سال برای مردم افغانستان را. وقتی که در افغانستان مردم افغانستان سال باشه برشان اونو سال مهم است و دوستای عزیزم که هنوز هم ادامه میتین در این که این نفر خوب نکرد که مزاری را باید گفت اینا او نظر خدا وطنهای ما میتونه ابراز کنه باز شما دیگه در ده و دشمن نپردازیم به اون نفر هم کدام ده و نزده که نظر خدا گفته و انور خان نشه کده در باره کلمرغ و جلمرغ قناری از کجاست بگو قناری شاید که از بغل خانه شما باشه اما در قسمت کلمرغ و جلمرغ بگویم که آقای مزاری کلمرغ چی؟ آقای
چیک کلمرغ امی اشرف غنی و جلمرغ هم هست از خاطر که نوکر خارجی است. ما که هستیم باز یک کل پر جلایش هستیم از این خاطر که برای خود هستیم، شانه کس دیگر نمیگیریم و پاکی کس دیگر نمیگیریم. به هر حال دوست عزیزم چند بجه است؟ خب 9 دقیقه دیگر وقت داریم، شما میتونین که سوالاتتون رو مطرح کنین. تلفن داریم از لندن، بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین. سلام برسا آقای را چی آزایی تو خوب است؟ تشکر دوست عزیزم، خوشحال هستم که باک شدیم، بفرمایید. از لندن تماس میگیرم. ما قدر یک سوال داشتم آقای را از انباره سال. بله یک سوال دیگه عمولی فیلن امریکا میخواهید که با طالبا سال کنه، با وجود که ما چقدر شهید دادیم، هم مثلا خود هم از سرکوزوی خود از زمین که دیگاه شد با شما مانا دستمتی جزیاد نمیرم، چرا وقتی که بن لادن یا امریکا با وجود دوغلوی رو که وقتی که منفجر تا و طالبا خواست که بن لادن برش بترن و طالبان آمد در افغانستان حمله کرد و مردم مثلا کشت بربر کرد، چرا اون رفتون نکرد که حالا میخواست بکنن؟ من میخواستم دیگه برای کمک صحبت کنم. بسیار تشکر. اصلا این مثال برای ایجاد اختشاش فکری در افغانستان هم. کدام سال در کار نیست. امی هموطنهای ما که میگن که مسعود اگر میماندم و آقای نجیب سال کرده بود با ملل متحد، اگر این ملل متحد سال میخواست خود در او فکر کنیم که یک کس دیگه غلط کرده بود، آقای مسعود نمانده بود که سال شد. اما در طول یه سال ها کی جلوگیری کرده سال؟ 19 سال در افغانستان مردم قتل عام میشه و سال قرار است که با طالب شود. از این خاطر ما فکر میکنم که ما اصلا در فکر از این نباشیم که اینا چی میکنن. اینا میخواین که در افغانستان سال بیارن. سال برای عزیز که موتور را بازی بتن که حالا به در خواهین طالبا که میکشه از خاطر که سال میخواین. طالبا سال نمیخواین، طالبا برای سال جنگ نمیکنن، طالبا نوکر پاکستان هستن، طالبا نوکر انگلیس هستن، طالبا با پیسه که غنی دوزی میکنه برای شان میته برای از امون جنگ میکنن. سال طالب از بین میبره. چطور تو میخوایی که سال شد افغانستان که میفهمی سال تو را از بین میبره؟ اگر در افغانستان سال شد کی از بین میره؟ طالبا از بین میره، گلبودین از بین میره، رهبرای ما از بین میره. می رهبرای که همیال موتر زره داره و گار داره وزی داره وزی داره امینا کلش میمانه دیگه، کی میره و پیش از یا؟ فکر کن ما یک رهبر کلان در افغانستان بادیگارد ها موترها پیسه، اگر سال شد تو دیگه با ما چی کار داری؟ تو میری در رای ما میمارم وقتی که در افغانستان سال شد. کی زنده میشه با سال؟ مردم افغانستان، یعنی بیچارهایی که روزمره کشته میشه. از اینی خاطر است که ما باید بفهمیم که کی سال میخواه. طالب سال نمیخواه. امریکا اگر سال بخواه باید از افغانستان بیرون شه. شما فکر میکنین که امریکا در افغانستان شده که مردم ما کشته نشه؟ 45,000 عسکر افغان در 4 سال غنی کشته شده به نام سال. عسکرهای ما در قرارگاه هایشان قتل عام میشه، اما 45 عسکر امریکا متحد نظامی ما کشته شده. این سال کی را میکشه؟ سال طالب را میکشه، گلبودین را. جنگ کی را میکشه؟ مردم بیچاره ما را. بنابراین اگر شما مردم افغانستان فکر میکنین که سال شود، باید که خودت سبیگیری، باید بچه تصویره، دخترت، کل ما باید استاد شیم. این دیروزه که مزاری خواهیم بود، که مسعود خواهیم بود، که علزی بود، علزی بود، این را بانیم کله خود را به طرف شرق جایی که آفتاب طلوع میکنه بگردانیم و کار کنیم برای از این که چطور ما با هم یک جای شویم. از این خاطر هم متنایز این گپایی که میزنن سال این سالها هیچ اصلا نمانا دارن، نه از این سلحا در افغانستان به وجود میاد. بفرمایید دوست عزیز.
بفرمایید. ببخشید میسه آخر تلفن شما رو گرفتم. دوباره زنگ نمی‌زنم. یک تلفن دیگه با احتمال اغلب که گرفتم میتونم. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستی. آقای شفیر امیدوارم روز خوش داشته باشید. تشکر، شما خوش باشید، بفرمایید. ممنون شما، تشکر. من با وقت که همیشه در سوالات و در مسائل سیاسی دینی بوده، اگر یادی داد باشم امروز یک کم تغییر میرم یک دو خطر که از یکی از محترمایی که در لندن زندگی میکنن آرون یوسفی اینا بسیار نویسنده بزرگ هستن شاعر هستن اگر تن نوشته میکنن یک دو تن در دوار پسان میخورم و تحقیلش یک دو تن من جاست کنیم در رابطه و سوال هم اگر دادی تو باید تو مختصر بود میکنم خب مختصر که باشه هزار دفعه بفرمایید اونا دراشته که به نقصد که خواب میدیدم که طالب من شده آدم اوشار جنتلمن شده باسکت را مانده در یک موزیم ساید پدلون و پیراهن شده لیل ماجان دختر پسکرکیش از فعالان حقوق زن شده خواهر در مکتب نازوانا درد خوانده واقعا یک زن شده این در رابطه اونا گفتن با من کم از خود یاد کردیم به جدران که نویسه کردیم که ظاهر و فرهاد را گوش می کند در خرابات معلمی اثر شده بله خوش ندار امر بالمعروف را شسته آواز سراهن شده انتخاری را نکویش می کند در قطر او عاشق یک زن شده یک زنی نیست شعرتان غلط یا عاشق کدام بشر شده یا عاشق چند زن عاشق چند زن شده نه در قطر هم نه در دوبه در بسیار ببخشند دوست عزیز در او فاجعه خانه دوبه عاشق چند زن شده بفرمایید چند زن شده بیده اشنام بر شیخ و ملا بر زیر اشراف بی فرهنگ شده دیگه این شد کلونی که نمیر تشکر از وقت شما خواستم که نمیر در آقا تر از حالت بگویم که ما بسیار خواهم دیده بودیم تشکر بسیار خوشحال شدم این یک تلفن که آخری می باشه دقیقه دیگه مونده دو دقیقه دیگه اگر جمیله جان زنگ زنین هم 30 ثانیه که قرضدار تو هستیم شما رو میگیریم پایین ما هم دیگه دیسه آخره رسیدیم دوستای زم بسیار تشکر میکنم از اینکه شما در برنامه های مثل میگیریم که امرای مستیم برنامه ها رو شریک میکنین اگر تا حال شریک نکدین شریک بکنین ما میفهم که مردم ها خار میشه جنگ میکنه دعوا میکنه اما اگر ببینین بعد از 8 ساله که ما اینجا بودم بسیار تغییر آمد اگر شما دیجا نمیبودین این تغییر نمیامد اگر شما یک قسمت دعوا را در سر خود قبول نمیکنین باز هم این تغییر نمیامد از شما خواهش میکنم که شما در اینجا حساب بگیرین در برنامه هایم و ما بسیار خوشحال هستم که شما همیشه اینجا می باشین تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم